اولا سلام دارم خدمتشون و ازشون تقاضا میکنم که سخنانشون رو آغاز بکنن. به نام حضرت باری، برای همه دوستان ضمن عرض سلام به همه به شما و همه دوستان، برای همه آرزوی تندرستی و سلامتی دارم و از اینکه یک دو دقیقه تأخیر شد در اتصال من به جمع پوزش میخوام. همون گونه که اعلان شد، بحث امروز من در مورد جمع و تدوین قرآنه. اینم بحث جمع و تدوین قرآن، حالا توضیح خواهم داد، یه بحثی است که در تاریخ اسلام و در تاریخ قرآن بحث خیلی جا افتاده و پرمتن و پرمطلبی است که کم و بیش کسانی که با معارف اسلامی و تاریخ اسلام و معارف قرآنی آشنا هستند با اون هم آشنا هستند. و من در گفتار امروز نمیخوام خیلی به اون مطالبی که گفته شده و نوشته شده، منابع فراوانه و میتوان به اونها دسترسی پیدا کرد، نمیخوام همه اونها رو تکرار کنم، نه وقتش هست نه ضرورتش هست. من در سخن امروز در واقع میخوام چند نکته در باب تاریخ جمع و تدوین قرآن بگم و بیشترم سعی میکنم که به نکاتی بپردازم که امروز به نوعی برای همه مورد پرسش هست و احتمالاً در ادامه در بخش پرسش و پاسخ دوستان به اونها خواهند پرداخت. بحث امروز من در بعد از یک اشاره کوتاهی مقدمه وار به یک نکته دو بخش اساسی خواهد داشت. بخش اول یک مرور کوتاهی هست، سعی میکنم کوتاه باشه که اون بخش دوم که مهمتره به اون بتونم برسم و بیشتر در اون باب توضیح بدم. بخش اول من همین خلاصه ای از داستان جمع و تدوین قرآن هست در تاریخ نیم قرن اول اسلام، از زمان پیامبر تا زمان عثمان، و در اون بحث هم باز به خود داستان جمع‌آوریش خیلی نمی‌پردازم. سعی می‌کنم به یکی دو تا نکته مهم اشاره بکنم که هنوز هم محل مناقشه است، مورد پرسش است و همواره دربارش بحث و گفتگو صورت می‌گیره. در بخش دوم صحبت من می‌خواهم یک مروری داشته باشم به وثاقت تاریخی قرآن از نظر داده های علم باستانشناسی قرآن در دوران جدید. چون همون جوری که اشاره کردم در منابع سنتی اسلامی کتاب‌های مستقلی که نوشته شده در باره تاریخ قرآن مفصل در این زمینه صحبت شده و هر کی میتونه به اونها دسترسی داشته باشه. من حداقل در اون زمینه ها جز تکرار همون حرف ها و یا مثلا فرض کنید طبقه بندی و جمع‌بندی دیگری از اون حرف ها حرف تازه ای ندارم. در ارتباط با مسئله دومه که خیلی امروز محل مناقشه قرار گرفته، از 150 سال پیش از زمان گوزهر و بعد بقیه قرآن شناسان جدید غربی که به نوعی بخشی از اینها که خیلی به اصطلاح رادیکال بودند و هستند، به طور اساسی وثاقت تاریخی قرآن یعنی اعتبار سندیت قرآن رو در قرن اول زیر سوال میبرند و بعضی از اینها هم که به طور صریح و روشن اساساً قرآن رو به اصطلاح تاریخ قرآن رو در قرن اول منتفی میدونن، میگن در زمان پیغمبر و یا قرن اول چیزی ما به نام قرآن به معنایی که امروز هست وجود نداشته. کل اینا رو توضیح خواهم داد. اما اون مقدمه‌ای که میخوام اشاره بکنم این است که خب این سوال همواره مطرح بوده و هست، حالا در ادامه صحبتم خواهد آمد و جدیتش بیشتر من بس خواهم گذاشت، اینی که خب
این قرآنی که ما امروز در اختیار داریم آیا این قرآن به همین صورت در زمان پیغمبر بوده، در زمان پیغمبر جمع شده، در زمان خلفا جمع شده، یا در اون نیم قرن اول جمع و تدوین شده، چیزی ازش کم نشده، چیزی برش اضافه نشده، که اینجاست بحث تعریف قرآن پیش میاد که در ادامه بهش خواهم پرداخت. در این مقدمه فقط به این نکته میخوام اشاره بکنم که این مشکل یا این مناقشه فقط در باب قرآن نیست که وجود دارد، در باب تمام متون دینی یا متون مقدس مذهبی تمامی ادیانی که الان هستن پیروانی دارن، در باب همه اونها کم و بیش مطرح هست. این اختصاص به قرآن نداره. از قضا با توضیحاتی که خواهم داد در باب تاریخ قرآن، ما تقریبا منابع مستندتری داریم از اینکه قرآن در زمان پیغمبر، در زمان خلفای راشدین و حد اکثر در قرن اول تنظیم شده و تدوین شده، یعنی خیلی به زمان پیغمبر نزدیکه، اگر عیناً در زمان او نباشه به زمان او نزدیکه. یعنی از این نظر وثاقت تاریخی قرآن نسبت به مثلا متون مقدس مذهبی دیگر تقریبا قطعی تره، علارغم همه مناقشه هایی که هست، علارغم همه سوال ها و ایراد ها و ابهام هایی که در این زمینه مطرح شده و میشه. در باب قرآن اتفاقا از این نظر میتوان گفت که سندیت تاریخی قرآن معتبرتره. مثلا شما اگر از اوستا شروع کنی، خب اوستا کی به وجود آمده؟ نمیخوام الان تاریخش اینجا بگم، فقط دارم اشاره میکنم. خب اوستا فصل‌های مختلفی متنوعی داره. اوستا، حتی همین اوستایی که الان هست، خیلی مفصله. در قدیم میگن که خیلی مفصل‌تر از این بوده. خب تاریخ اوستا رو نوشتن اوستاشناسان ایرانی، عرض کنم که غربی، مستشرقی، مفصل درباره تاریخ اوستا صحبت کردن و هیچ یک از اینها نه تنها در زمان خود زرتشت مثلا تدوین نشده و به وجود نیامده، بلکه اگر وجود تاریخی زرتشت رو تازه بپذیریم، که خیلی محل تردیده، که بسیاری اصلا انکار میکنن که شخصیتی به نام زراتشتراه مثلا، که الان ما زرتشت امروز میگیم، اصلا وجود تاریخی داشته باشه. ولی از دید خود من که در این زمینه خود کار کردم و نوشتم، از نظر خود من وجود تاریخی شخصی به نام زرتشت تقریبا میشود قطعی دانست اون رو، حتی با یه قطعیت علمی، نه با یه قطعیت ایمانی که بگیم این است و جز این نیست. من منابع مختلفی که دیدم به این نتیجه رسیدم که بالاخره یه شخصی به نام زرتشت وجود داشته است. ولی در باب این که زرتشت مثلا کی بوده، قرن ششم هزاره اول پیش از میلاد بوده، هزاره دوم پیش از میلاد بوده، نمیدونم قرن سوم پیش از میلاد بوده، تقریبا 1500 سال در تاریخ زندگی و زمان زرتشت متفاوت به اصطلاح اختلاف نظر وجود داره. به هر حال تنها بخشی از اوستا که اون بخش اولش هم هست، عرض کنم که مثلا در اونجا اینو منسوب به زرتشت میدونن و میگن که این کلمات مال مثلا زرتشته، که زرتشت اینا رو مثلا گفته است. ولی بعدن دیگه آمده تاریخ زرتشت، چون ما از زمان عرض کنم که مادها و هیچ کیچی، حتی هخامنشی ها تا زمان ساسانیان، ما دین زرتشت به معنی دین اکثریت مردم ایران نداشتیم. یه بخشایی از مردم پیرو به این دین بودن و در اون زمان هم مشخص نیست که، حداقل مشخص نیست که چیزی به نام مثلا متن مقدس مذهبی به نام اوستا وجود داشته باشه. و زمان هخامنشی ها، زمان سلوکیان، زمان ساسانیان، ببخشید زمان اشکانیان، تا زمان ساسانیان، زمان ظاهرا شاپور دومه که از تقریبا میشه بعد گفت که قرن سوم میلادی به بعد که چیزی به وجود میاد به نام مثلا اوستا، که اوستا البته میدونید که اسم کتاب نبوده، اوستا زبان، چون زبان اوستایی بوده، زبان خودش، اوستا خودش یک زبان خاصی است، نه اوستا معنی که تو کتب مقدس. بعد این چون به زبان اوستایی بوده و اوستا شهرت پیدا کرده، حالا این اسلامی تا زمان مثلا اسلامه، بعد از اسلام هم که اصلا هیچ مثلا سندی، مدرکی، نسخه ای از خود زرتشت مثلا اوستا وجود نداره.
اوستایی که امروز وجود داره همه اوستاشناسان میگن از قرن سوم چهارم هجری به بعد، یعنی نهم دهم میلادی به بعد، یعنی حدود 1000 ساله که چیزی به نام اوستای امروز، حالا در طول این زمان هم تغییر کرده، بعد از اسلام مسلمانان به اصطلاح زرتشتیان ایرانی اونم در رقابت با مسلمان ها آمدن اون شفاهیات قدیم خودش رو یا بخشی از مکتوبات بازمونده قدیم خودشون رو جمع‌آوری کردن به نام اوستا. اونم در رقابت با مسلمان ها بود، چون اینا دیدن که مسلمان ها، این من میگم حرف من نیست، حرف اهل تحقیق در این زمینه است، وقتی که دیدن که مسلمان ها کتابی دارن به نام مقدس مثلا مذهبی به نام قرآن و به اون افتخار میکنن، به عنوان یه متن مکتوب همواره به اون متوسل میشن، به اون متمسک میشن، اونها هم در رقابت با مسلمان ها آمدن یه چیز جمع آوری کردن به نام اوستا، که با قطعیت حتی علمی نسبی هم نمیشود گفت که این اوستای قرن سوم چهارم هجری، قرن نهم دهم میلادی اصلا همون اوستایی است که پیش از اسلام زمان ساسانی ها بوده یا نبوده. حالا من میخوام بگم که اوستا که مثلا مربوط به ایران ما هست اینجوری یک تاریخ مثلا متأخری داره، خیلی متقدم نیست، با اینکه دین زرتشت میگن یکی از متقدم ترین دین ها، اگر نگه متقدم ترین هست، توراتش هم همینجوریه، انجیلش هم همینجوریه، اوپانیشادها، وداها که مربوط به ادیان هندی هست، همه کم و بیش چنین سرنوشتی داره. در این قیاس اینو برای این دارم میگم به دوستان مثلا توجه میدم که این مشکل وساقت تاریخی متون مقدس مذهبی پیروان ادیان که به اصطلاح امروز راجع به قرآن بحث میشه، مناقشه میشه، بوده نبوده، کی بوده، چگونه بوده، چگونه تدوین شده، کم شده، زیاد شده، چی بوده، این نوع مناقشات در باب همه متون مقدس مذهبی، همه کتب مقدس مذهبی هست، از جمله راجع به قرآن هم هست. متون راجع به قرآن خب حساسیت بیشتری هست به خاطر اینکه امروز بخش قابل توجهی از مردم دنیا مسلمونن، در خود اروپا هستن، بعدم در این 50-60 سال اخیر به خصوص مسئله اسلام در اروپا و آمریکا و جهان بیشتر مطرح شده، هم عده مسلمون میشن، گرایش به اسلام در یه دی زیاد شده، از طرف دیگر بنیادگرایی اسلامی، نمیدونم ترور به نام اسلام، آدمکشی به نام اسلام، اینها هم زیاد شده، بنابراین حساسیت بیشتری روی مسئله اسلام به طور عام و برخی از آموزه‌های اسلامی مثل جهاد، مثل نمیدونم حقوق زن، حقوق بشر مطرح شده، از جمله وثاقت تاریخی قرآنه. حالا اینو من خواستم به عنوان یک مقدمه گفته باشم که دوستان توجه داشته باشن که این نوع مناقشات اختصاص به اسلام یا قرآن نداره. از قضا همونجوری که گفتم، حالا خواهم گفت، قرآن از این نظر نسبت به متون مقدس مذهبی دیگر از وثاقت تاریخی، اصلا من بحث مذهبی اینجا نمی کنم، از وثاقت تاریخی و اعتبار تاریخی بیشتری برخورداره که این را دلایلش رو خواهم گفت. اما فصل اول بحث من که سعی میکنم کوتاه ازش رد بشم که فرصت پیدا کنم اون قسمت دوم که مهمتره بهش بپردازم، اینه که بر حسب اون چی که مشهوره و همه شما هم کم و بیش میدونید، این قرآن عرض کنم که در 4 دوره به یک معنا میشود گفت، که اگر بخوایم دوره بندی بکنیم میتوان گفت که قرآنی که ما امروز در اختیار داریم لاغت طبق منابع اسلامی، طبق باورهای مذهبی ما، در 4 دوره این قرآن به تدریج شکل گرفته. یکی زمان پیامبره، یکی زمان ابوبکره، یکی زمان عمره و یکی هم زمان عثمانه، که مجموعه اینها رو اگر در نظر بگیری 10 سال در دوران پیامبر، بعد نمیدونم دوران 3 خلیفه اول ابوبکر و عمر و عثمان، همه اینها رو در نظر بگیریم تا سال 36 هجری، تقریبا 3 دهه 25-6-7 سال طول کشیده که این قرآن در مجموع به صورت امروزین در بیاد. حالا به باور ما، حالا یه دی امین قبول ندارم، ولی به باور ما به صورت امروزی در بیاد. خب اون مرحله اول در زمان پیامبره، خب اون چه که مسلمه اینه که پیامبر کاتبان وحی داشته،
یعنی وقتی که بر پیامبر وحی نازل می شده و اون رو بر مخاطبان خودش بر مؤمنان می خونده، بعد افرادی بودن که زیر نظر پیامبر با راهنمایی پیامبر اون چی که او بر مؤمنان خوانده بود، قرائت کرده بود، تلاوت کرده بود به تعبیر قرآنی، اون رو روی یک اوراق می نوشتن. حالا استخوان پای شتر بوده، روی برگ بوده، روی چوب بوده، نمیدونم روی پوست بوده، انواع و اقسام چیزها گفتن که روی اینها یا مجموعه یا همه اینها بوده، این رو کتابت می کردن. بنابراین پیامبر کاتبان وحی داشت. نام کاتبان وحی هم در تمام منابع در تمام سیره ها آمده است دیگه، که زید ابن ثابت هست، علی ابن ابی طالب هست، نمیدونم عثمان هست، بعد عرض کنم که این اواخر معاویه هست. و نام کاتبان پیامبر متفاوتن، تقریبا زیاد هم هستن، که البته معتبرترین اونها و مشهورترین اونها هم دو نفرن دیگه، علی ابن ابی طالب و زید ابن ثابت، که زید ابن ثابت انصاری کاتب وحی پیامبر بود. خب پیامبرم خیلی بهش، حتی جوون بود در اون زمان، ولی پیامبر خیلی بهش اعتماد داشت و او کاتب پیامبر بود. و خود علی ابن ابی طالب هم که هم از نظر ما شیعیان خب اعتبار درجه اول رو داره، هم برای خود غیر شیعه هم همین جوره، چون علی ابن ابی طالب امام علی که اختصاص به ما شیعه نداره، که حالا درسته که ما او را امام اول خودمون میدونیم و نمیدونم براش حریم و حرمت بیشتری قائل هستیم، اعتبار بیشتری برای او قائل هستیم، ولی در این حال برای عموم مسلمانان غیر شیعه هم اگر نگیم همین اندازه، در همین حد هم از نظر اعتبار و از نظر وثاقت، از نظر اعتماد، مورد اعتماد عمومی هست دیگه. یکی از صحابه پیامبره، داماد پیامبره، وصی پیامبره، حالا اصلا مسئله خلافت هستم بذاریم کنار، وصی پیامبره، عرض کنم که مورد علاقه و محبت پیامبره، و بعد هم پدر نواهای پیامبره، حسن و حسین و زینب و کلثوم، اینا خب هم از زمان پیامبر بود، از نواهای پیامبرن مورد احترام بوده. و بعد هم خب علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم مسلمانان هست، نه تنها اون به اصطلاح نسبت سببی که با پیامبر داره و مورد احترامه، نخستین مرد مسلمان هست بنا به منابع اکثر منابع اسلامی، به هر حال از جهات مختلف فضائلی دارد، مناقبی دارد که این مناقب رو بخشی از اینا رو دیگران ندارن. این حرفی نیست که دعوای اختلاف شیعه درش نقش داشته باشه. شما اگر برید به مسند احمد حنبل نگاه کنید که بخش مفصلی داره در مورد مناقب و فضائل صحابه، بیشترین حجم مناقب و فضائل در مورد امام علی ابن ابی طالب. این دعوای شیعه و سنی نیست، این به صورت به عنوان یک واقعیت تاریخیه. خب یک چنین شخصی به صورت یکی از کاتبان وحی پیامبره. خب در زمان پیامبر اون چی قطعی هست نظر تاریخی مسلمانان میگن و مستشرقین قرآن شناسان غربی مثل نولکه و بلاشر دیگران گفتن، در زمان پیامبر کتابت وحی وجود داشته است، این قطعی است. حالا بحث این است که اون چی که در زمان پیامبر کتابت شده، نوشته شده بر اوراق پراکنده‌ای، آیا اینها مدون شده بود؟ مثلا به صورت مثلا همین 114 سوره‌ای که الان ما در قرآن داریم به همین صورت بود، یا نام سوره ها رو پیامبر خودش انتخاب کرده، جای آیات رو خود پیامبر انتخاب کرده، یا اینا بعداً انجام شده؟ خب در ارتباط با این اختلاف نظر هست، دیدگاه‌های مختلف و متنوعی وجود دارد. اون چه که در اهل سنت بیشتر شهرت داره اینی که قرآن زمان پیامبر مدون نشده بود، پیامبر فرموده بود، آیات رو القا کرده بود، املا کرده بود، یه ایده هم انشا کرده بود، یه ایده هم املا کرده بودن و نوشته بودن و کتابت شده بود، ولی پراکنده بود. و بعدن در زمان ابوبکر و عمر و عثمان به تدریج که حالا خواهم گفت این قرآن مدون شده، که به صورت بین الدفتین، یعنی بین دو جلد قرار گرفته. حالا در این زمینه بحثه که آیا واقعا کتابی که در خود قرآن آمده، ذالک الکتاب مثلا را لاریبتی بارها در قرآن اشاره به کتاب شده، ذالک الکتاب، این کتاب، این کتاب منظور هم کتاب قرآنه،
یا منظور کتاب یه چیز دیگه هست. بعد اصلا کتاب به معنایی که ما امروز میفهمیم، یعنی مثلا فرض کنید که مثلا 20 صفحه مطلب یا 200 صفحه یا 2000 صفحه مطلب در داخل یک جلدی دو جلد قرار گرفته باشن، تهدوزی شده باشه، نمیدونم صحافی شده باشه، به شکلی که ما امروز میفهمیم کتاب دیگه، ما امروز میگیم کتاب. خب آیا واقعا کتاب در قرآن به همین معنا هست؟ اینا در بحث های مفسرین در این زمینه از قدیم تا الان بحث کردن که اصلا کتاب یعنی چه. ولی اگر منظور از این کتاب، اگر دارم میگم، اگر منظور از کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیه، منظور قرآن، همین قرآنه که امروز بین دفترین امروز در اختیار ما هست، این کتاب در اون زمان از آغاز وحی به خصوص در سوره های مکی که نمیتونست هنوز کتاب وجود داشته باشه، که بالاخره 5 تا آیه آمده بود، 10 تا آمده بود، سوره های کوچیک قرآن در جزء 30 قرآن مثلا سوره های مکی قرآن آمده بودن، بعد بیشتر حجم قرآن آیات و سوره های مدنی هستن که در مدینه نازل شدن. خب اینها تا حداقل این اواخر نمیتونسته که حتی به اصطلاح کتابت هم شده باشه، پراکنده هم شده باشه، نمیتونسته نام کتاب داشته باشه، به خاطر اینکه هنوز حجمش در حدی نشده بود که بگیم اینا کتابه. بعد کتاب معمولا در اینجا جمع‌آوری شده باشه میگن کتاب. مثلا فرض کنید من ممکنه که 20 تا مقاله نوشته باشم اینور اونور، خب نامش مقاله است، نامش کتاب نیست، اما یه وقت این مجموعه مقالات خودم رو جمع‌آوری میکنم به صورت کتاب در میارم، در یک جا کنار هم دیگه میذارم، بابندی میکنم، فصلبندی میکنم، عناوین مناسب براش انتخاب میکنم، نام مناسب براش انتخاب میکنم، کنار هم دیگه میذارم، یه کتاب 300 صفحه 400 صفحه میشه و این میشه کتاب. هرچند اصلش اجزاش مقالات پراکنده‌ای بوده که قبلا در جای مختلف نوشتم، این چیزی که ما امروز ما میگیم مثلا کتاب، اگر به این معنا باشه در اون زمان ایناش بگم کتاب نبوده. مگر اینکه بعضیا بگن که خیلی خوب، حالا اونجوری که گفتن مثلا یک سوره خودش کتاب تلقی میشده، چند آیه هم میتواند یک کتاب باشد، انواع و اقسام تفسیرات درباره شده که من الان اونها مورد بحث من نیست. فقط اینو میخوام بگم که این که قرآن در زمان پیامبر کتابت شده بحثی درش نیست، اما این که این کتابت به صورت یک کتاب مدون بین دفتین در آمده بود یا نه، این محل اختلافه. اکثریت منابع اهل سنت بر این عقیده هستن که نه، در زمان پیامبر به صورت بین دفتین در نیامده بود، بین دو جلد قرار نگرفته بود، پراکنده بود در جاهای مختلف. این نظریه غالب اهل سنته. اهل شیعه و شیعیان، منابع شیعی، عرض کنم برعکس، غالب دیدگاه های اهل سنت، اهل شیعه این است که نه، قرآن در زمان پیامبر به همین صورتی که امروز هست، به همین صورت و به همین شکل وجود داشته، پیامبر هم آیاتو گفته کتابت کنن، هم نام سوره رو انتخاب کرده، ترتیب نزول آیات انتخاب کرده، اینکه این آیه در کجا قرار بگیره، چون شما الان به قرآن که نگاه میکنید میبینید که مثلا در سوره های مخصوصا بلند مدنی قرآن، مثلا از سوره مثلا بقره بگیرید و نساء و آل عمران و نمیدونم انفال و این سوره هایی که در اوائل قرآن هست، شما نگاه کنید در هر 2300 تا آیه دارن، میبینید که موضوعات مختلفی ظاهراً بی ارتباط با همدیگه کنار همدیگه قرار گرفتن، که حالا یه بحث نظم قرآنه که آیا این واقعاً مثلا ارتباطی بین این آیات وجود داره یا حتی ارتباطی بین این سوره ها وجود داره، و جز اینکه خب بعضیا گفتن هیچ ارتباطی وجود نداره، جز اینکه قرآن، تدوین قرآن به شکلی هست که از به اصطلاح طولانی بودن، از سوره های طولانی به سوره های کوچک متمایل می شود که میره تا به اون آخرینش معوذتین اواخر مثلا کوتاه‌ترین سوره های قرآنه. بعضی چیز اون چیزی که قطعی مسلم به نظر میاد و مسلم به نظر میاد اینه، اما اینکه واقعا نظم بین آیات هست، نظم بین سوره ها وجود داره، اینا آگاهانه و هوشمندانه به اصطلاح در کنار همدیگه قرار گرفتن به نوعی که به اصطلاح به صورت معناداری مثلا ارتباط با همدیگه دارن، هیچ مشخص نیست، لاقل برای من مشخص نیست. هرچند دوستمون آقای مهندس عبدالعلی بازرگان معتقدن که شما حتما صحبتاش شنیدید، در ایران بودن، یک کتاب 4 جلدی منتشر کردن به نام نظم قرآن که ایشون مثل مرحوم پدرشون مرحوم مهندس بازرگان
برای یک نظم ریاضیوار بر قرآن اعتقاد دارم. بازرگان، مهندس بازرگان، بازرگان بزرگ، خب میدونید که یکی از مشهورترین کتابهاش سیر تحول قرآن دیگه، با نمونه های آماری و اعداد و ارقام و اینا نشون داده که این طول آیات چجوریه، بالا میره پایین میره، سورهای مدنی چجوریه، مکی چجوریه، که البته درصد خطایی هم میگن درش وجود داره. خب حالا اگر اون دیدگاه مرحوم مهندس بازرگان دیدگاه آماری و با اون منحنی ها و ریاضی، یعنی یک ریاضی، یک حاکمیت یک ریاضی رو در قرآن بپذیریم، خب مشخصه که اینها نظمی وجود داشته، هم از نایه خداوند هم از نایه پیامبری که اینا رو کنار هم دیگه گذاشته، یا دیدگاه آقای عبدالعلی بازرگان رو بپذیریم که معتقدن که همه اینها به نوعی به هم ارتباط دارن، حتی چون تلاش کرده که ارتباط سوره ها رو به هم نشون بده، ارتباط آیات به هم دیگه نشون بده. اون کتاب نظم قرآنی که من هفته سالها پیش در ایران بودم و دیدم و خوندم، این یه نظر، یه نظرم هست که نه، اینها به قول حافظ که نظم پریشان داره، اینها رو تدوین کنندگان و قرآن بعد از پیغمبر عرض کنم کنار همدیگه به تشخیص خودشون کنار همدیگه قرار دادن، که حالا امروز هم بر ما روشن نیست که به چه دلیل اینا رو مثلا آیه فرض کنی یه جا راجب وضو هست، یه دفعه میرون راجب قیامت هست، راجب قیامت هست، یه دفعه میرون راجب جهاد هست، جهاد دمناشه، یه دفعه میرون بسه حقوق خانواده هست، بعد بحث طلاق میاد، بعد یه دفعه میبینیم که بحث نمیدونم یه بحث اخلاقی پیش میاد. خب اینا چه ارتباطی دارن؟ ارتباط دارن ندارن؟ من چون نه مفسرم و نه متخصص این داستان، در این باره الان اظهار نظر نمی کنم و نمیتونم با قاطعیت بگم که واقعا نظمی ریاضیواری اینا وجود داره. ولی خب این دوستان بزرگوار ما که اینا رو میگن، در نهایت میخوان این ادعا رو بکنن که این قرآن یک کتاب بیبدیله و این اعجاز قرآن همینه که از ناحیه خداوند نازل شده، پیغمبرش هم اینا رو بر همون اساس نازل کرده، یک امر به قول علما و فقها که یه امر توقیفی است، یعنی هیچ کسی در اینا دست نبرده، بلکه پیغمبره که از ناحیه خداوند قرآن رو به این صورت تنظیم کرده. این عقیده عمومی شیعیان هم هست البته. حالا کدوم نظر درست یا نادرست است کردم، من الان به عنوان متخصص نمیتونم در این زمینه صحبت بکنم، ولی اون چه که گفته میشود این است که، یا پرسش هست اینه که زمان پیغمبر به صورت بین دفعه بوده یا نبوده. عموم مسلمانان معتقدن که نبوده، شیعیان معتقدن که بوده، اساسا همه این چیزا زمان پیغمبر بوده، بعد هیچ تغییری ایجاد نشده. اگر زمان عمر و ابوبکر و یا مثلا زمان عثمان که میگه که قرآن یه ویرایش جدید شد، این ویرایش جدید اختلافش روی قرائت قرآن بوده، نه روی تدوین قرآن، تنظیم قرآن، سوره های قرآن، نمیدونم امثال این حرفا. چارچوب و شاکله قرآن دست نخورده بوده زمان پیامبر، از زمان پیامبر. خب این نظره. و برای من جالب بود که من، چون میدونید که یکی از قرآن شناسان بزرگ غربی تئودور نولتکه است، نولتکه آلمانی، که 150 سال پیش کتاب تاریخ قرآن نوشت که حتی اصلش با آلمانی بوده و بعد عرب ها به عربی ترجمه کردن. من کتاب سجلی تاریخ قرآن نولتکه رو به عربی دیدم و ملاحظه کردم، در کار خودم ازش استفاده کردم خیلی، که البته دو جلد عربیش مال خود نولتکه است، جلد سومش رو بعضی از شاگردانش بعدن اضافه کردن. و جالب اینه که نولتکه تقریبا به این نظر رسیده که قرآن، یعنی همین دیدگاه شیعه رو کم و بیش تایید میکنه، میگه در زمان پیامبر قرآن به همین صورت تدوین شده بود. بعد به بعض از آیات و قرآن، او بحث کلامی و دعوای شیعی و فرقه‌ای نداره، او فقط به عنوان یک محقق آمده بر اساس متون و منابع به این نتیجه رسیده، به بعضی از آیات و قرآن ارجاع داده، به بعضی از آیات و قرآن استناد کرده، دلایل مختلفی رو تلاش کرده که برای اثبات این نظریه بده که در زمان پیامبر قرآن تدوین شده بود. هرچند ممکنه بگیم در زمان مثلا بین دفعه این نبوده، ولی این چینش قرآن، این طبقه بندی قرآن، سور قرآن، آیات قرآن در زمان پیامبر بوده، یعنی همون چه که کم و بیش شیعه میگه. این حرفیست که نولتکه میزنه. ولی بعدها خب یه دیگه همونجور گفتم، اکثریت اهل سنت، اکثریت محققان غربی بر این نظر هستن که نه، زمان پیغمبر قرآن به معنای امروز یا با این شکل شمائل ما نداشتیم. خب به هر حال این بحث اختلافی که در زمان پیامبر بوده یا نبوده، خود من
نظریه نولته رو معقول‌تر و منطقی‌تر می‌بینم. یعنی ادله‌ای که ایشان ارائه داده برای من به عنوان یک محقق عرض کنم قانع کننده تر به نظر میرسد تا چیز. به خوب ببینید که پیامبر میدونیم، همه ما میدونیم، یعنی همه کسانی که با منابع اسلامی آشنا هستن میدونن پیامبر روی حفظ وحی، روی اعتبار قرآن عرض کنم که و اون چیزی که از جانب خداوند بر او نازل شده بود و در انتقال اون به دیگران و در وساقت اون و در سلامت اون و در حفظ اون بسیار بسیار کوشا بوده و بسیار حساسیت داشته. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که خداوند میگه یه دیگه که بر عدم تحریف قرآن اعتقاد دارن به همین آیه استناد میکنن که خداوند گفته که عرض کنم که گر بمیری تو نمیرد این ورق، یا گر بمیری تو نمیرد این سبق که مصطفی را بعد داد الطاف حق، گر تو اگر بمیری تو نمیرد این ورق، که مولانا هم به این بیت اشاره کرده، تو این بیت به این مسئله اشاره کرده. به هر حال قرآن به صلاح از جانب خداوند پیامبر حفظ شده و لازمه حفظ هم این بوده که در زمان خودش یک چارچوبی برش درست کنه که از باد و باران گزند نیابد. حالا ادله‌ای برای این آوردن که از نظر من همین ادله معقولن و منطقی به نظر میرسن. ولی اون چه که شهرت داره جدا از عقیده شیعه، جدا از اینکه در زمان پیامبر چه صورت بوده، بعد دیگه سیرش در زمان بعد از پیغمبر شروع میشه دیگه. در زمان ابوبکر میگن که در جنگ یمامه، در جنگ رده، یه تعداد زیادی 70-80 نفر اسامیشون هم آمده در تاریخ که از حافظان قرآن، چون قرآن زمان پیامبر حفظ میشد علاوه بر کتابت، و عرب هم بیشتر با حافظه تکیه داشت و همونجور که ایرانی ها هم در زمان پیش از اسلام در حفظ اوستا، یکی از چیزهایی که از اوستای قدیم چیزی باقی نمونده همینه که ایرانی ها خیلی اهل کتابت نبودن پیش از اسلام، از جمله متن مقدس رو معتقد بودن که باید حفظ کرد، اصلا سلامت و اعتبار دینی اوستا رو در این میدونستن که این قرآن فقط تلاوت خونده بشه، ببخشید این اوستا خونده بشه، سینه به سینه نقل بشه، دهن به دهن نقل بشه، زبان به زبان نقل بشه، و همین دلیل کتابت نبود. همجوری گفتم بعد از اسلام زرتشتی های هموطن ما برای حفظ دین خودشون و هویت خودشون در رقابت با مسلمان ها به کتابت رو آوردن. عرب هم کم و بیش همینجور بودن، یعنی به حافظه تکیه داشتن نه به کتابت. ولی خب پیغمبر اسلام وقتی که آمد، یکی از تحولات تمدنی که اسلام آورد برای بشریت از جمله برای ایران همین داستان کتابته. پیغمبر اسلام دو تا ویژگی داشت که در اسلام اینا از نظر تمدنی بسیار اثرگذار بودن، که حالا یه وقتی شاید به یه مناسبت بهش بگم برش برسم. یکی این که پیغمبر تاجر بود، یعنی مسئله اقتصاد و تجارت و اینها در اسلام خیلی مهم شد، برای اینکه پیغمبرش تاجر بود و خود پیغمبر هم زمان تجارت میکرد و بعدم روی تجارت و اینها. و یکی هم مسئله کتابت بود که پیغمبر اسلام میگه قید العلم بالکتابه. این روایتی است که از ابن عباس، از دو طریق از ابن عباس نقل شده، قید العلم بالکتابه، علم رو با کتابت مهار کنید، یعنی به حافظه فقط تکیه نکنید بلکه کتابت بکنید، بنویسید. و به همین دلیل که تمدن اسلام یک تمدن عرض کنم متن محور، قرآن محور، یه مثلا کتابت محور تمدن اسلامی، که این حالا یه بحث دیگری است. میخوام این عرض بکنم که در اونجا یک دی آمدن به پیغمبر، به خلیفه ابوبکر مثلا شکوه کردن که خوش از 70 نفر از صحابه‌ای که حافظان قرآن بودن اینا در این جنگ کشته شدن. خب اینجوری اگر پیش بره قرآن به طور کلی فراموش میشه یا تحریف میشه یا تغییر میکنه. خلیفه اول جدی نگرفت و ولی بعدن، و جالب این بود که اول مقاومت میکرد و میگفت که نه پیغمبر، مثل بعضی از این سلفی هایی که امروز میگن پیغمبر نه، چون کتابت به اصطلاح پیغمبر به ما نگفته که شما این کار رو انجام بدید، ما نمی کنیم، ما همون جوری که هست بیشتر روی حفظ قرآن تکیه میکنیم. به هر حال یه دقانش کردن و به کتابت پیغمبر استناد کردن و به هر حال خلیفه رو قانع کردن و او هم به یه دی مأموریت داد که قرآن تدوین بکنن. بنابراین در مرحله دوم قرآن در زمان ابوبکر تدوین شد. حالا اون قرآنی که زبان ابوبکر تدوین شده چگونه بوده، چه ویژگی‌هایی داشته، نولته و دیگران در این باره بحث کردن، صحبت کردن، وارد جزئیات نمیشم. و
قرآنی که در اون زمان تدوین شده بود زمان ابوبکر، میگن فقط یک نسخه نهایی ازش درست کردن و اون نسخه رو هم دادن به حفصه، در به اصطلاح دختر عمر که بیوه پیامبر بود، از امهات مؤمنین، از حفصه، میدونید دیگه، حفصه دختر عمر همسر پیامبر بود، دادن به ام المؤمنین حفصه و این قرآن حفصه در زمان ابوبکر جمع‌آوری شد، بعدم رسید در زمان عمر، چون خب دوران خلافت ابوبکر که بیش از 2 سال که بیشتر نبوده که، خیلی خیلی سریع انتقال پیدا کرد به دوران خلافت عمر. در زمان عمر اون متن معتبری که رسمی بوده، در اختیار خلافت بوده و همه بهش ارجاع میدادن، سند بوده، همون قرآن زمان ابوبکر بوده که معروف بود به مصحف حفصه. ولی زمان عمر این که تغییرات ایجاد شده نشده، عمر چه کارهایی کرده نکرده، نمیدونم اقدامی در این زمینه کرده در جهت مثلا ویرایش جدید قرآن، خیلی سند و مدرک در اختیار نیست. فقط این اندازه گفته شده که خلیفه عمر روی قرائت قرآن، چون از زمان عمر به بعد روی قرائت قرآن اختلاف بین مسلمان‌ها پیدا شد. خب اینو چگونه ما بخوانیم؟ به ویژه اینکه معروف است که قرآن خط عربی در اون زمان هنوز خط پیشرفته ای نبوده، خیلی خط پخته ای نبوده، اعجام نداشته، نقطه نداشته، نمیدونم قواعد عربی، علم عربی هم بعدن میگن که تدوین شده. حالا این البته ادعاست، گفته میشه دیگه، یعنی مشهور دو کتابایی که به در تاریخ قرآن نوشتن گفته شده که البته اینا حالا زیر سواله، ولی در این زمان که میگن این چنین نبوده، خب اختلاف قرائت هم به وجود آمده. مثلا نمیدونم که فرض کنید که الذین، نمیدونم، کتب علیکم الصیام، شما اگر الان این نقطه ها رو بردارید، عرض کنم که خوندن اینها یا دشوار میشه یا اصلا قابل خوندن نیست. کتب علیکم الصیام یعنی چی؟ شما این نقطه ها رو بردارید، اعجام رو بردارید، به راحتی قابل خوندن نیست. خب این یک عقیده مشهور است، من همینجا تو پرانتز بگم این نقطه مهم رو خواهش میکنم بهش توجه بکنید. این عقیده رایج است که هم مستشرقین روش تکیه کردن، هم تاریخ نویسان قرآن روش تکیه کردن، هم نمیدونم دیگران و دیگران، و شهرت داره. ولی خب اخیراً باستان شناسی که در عربستان صورت گرفته، اسناد و مدارکی که تازگی ها پیدا شده و این نظریه رو رد میکنه و میگه نخیر، اتفاقا در همون زمان هم الان مثلا کتیبه ها و نقش ها و سنگ نگاره هایی که در عربستان پیدا شده، در سایت، عرض کنم که فریق الصحرا، سایت باستان شناسی عربستان، فریق الصحرا است، دوستانی که عربی بلدن میتونن برن سرچ کنن و این سایت پیدا کنن و این اسناد رو در اونجا ببینن، طریق الصحرا، در من خیلی از اون استفاده کردم. اینا باستان شناسی هایی که الان در عربستان خیلی وسیع در این 50 60 سال اخیر صورت گرفته، کتیبه هایی که از صدر اسلام وجود داره، از آیات و قرآن وجود داره، نشون میده که در همون زمان اینا منقوط بوده، یعنی اعجام داشته، یعنی نقطه داشته. و به نظر من اینجوری این درسته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اساسا خط چه فارسی چه عربی، حالا من چون زبان انگلیسی و آلمانی و فرانسه و زبان غیر عربی فارسی نمیدونم، راجع به اونا اظهار نظر نمیکنم، شما میتونید درباره اظهار نظر بکنید. ولی خط عربی فارسی که تقریبا مشترک حروفش و شکلش و کتابتش و نمیدونم رسم الخطش به هم نزدیکه، اگر یکی نباشه به هم نزدیکه، اصلا اگر شما نقطه رو بردارید قابل خوندن نیست. خب من سوال میکنم، زمان عرب جاهلی پیش از اسلام، یا در زمان پیغمبر، یا در همون قبل از تدوین قرآن، قبل از تنظیم خط عربی جدید و قواعد عربی جدید که میگن از ابوالحسن اسود دوعلی درست شده، از زمان علی بن ابی طالب، بعدها نمیدونم سیوی و فرا و امثال اینها آمدن قواعد علم نحو و علم دستور و اینها رو تدوین کردن. خب قبل از اون مردم اگه تجارت نمی کردن، عربا مگه تجارت نمی کردن، مسلمان ها مگه در همون قرن اول تجارت نمی کردن؟ خب تجارت وقتی که می کردن، چجوری یک تاجر با تاجر دیگه حرف می زد؟ بالاخره حرف می زدن مردم با همدیگه یا نه؟ تاجرها با همدیگه حرف می زدن یا نه؟ نامه هایی که سران، خلفا، بزرگان به همدیگه می نوشتن، نامه بالاخره قابل خوندن، قابل فهمیدن بود یا نه؟ خب اگر نقطه نداشته باشه قابل خوندن نیست. چیزی هم که قابل خوندن نباشه قابل فهمیدن نیست. همینجور میگم الان میتونید امتحان کنید، شما خط فارسی رو نقطه رو حذف بکنید،
حالا فارسی که قواعد منضبط مثلا خیلی منضبطی در قیاس با عربی نداره، عربی خیلی زبان منضبط و دقیق و نمیدونم حساب شده ایه. خب شما اگر اینا را بردارید قابل خوندن و قابل فهمیدن نیست. حالا اینو تو پرانتز داشته باشید، اون چیزی که مشهوره اینه که خلیفه عمر خیلی حساس بود روی قرائت قرآن که اختلافی درش پیدا نشه، چون همه مسلمان ها به این نتیجه رسیده بودن چه زمان پیغمبر چه در زمان خلفای راشدین و حتی بعد از اون که وحدت این امت اسلامی که بعدن هم امپراتوری شده بود و جنبه سیاسی هم داشت، جنبه حکومتی داشت، جنبه هویت بخشی داشت، میدونستن که حفظ وحدت هویتی، اعتقادی، دینی و سیاسی امت مسلمان به حفظ وحدت قرآنه. این قرآنه که به قول اقبال لاهوری میگفت که چون به جان در شد جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. این قرآن محور وحدته. به همین دلیل خلیفه عمر به شدت نگران بود و هر کسی نوشتن که هر کسی که اگر یک کلمه ای رو یک آیه ای رو غلط تلفظ میکرد، چون معروف عمر به آدم خیلی خشنی بود، معروف به خلیفه تازیانه به دست، همواره برای هر چیزی عصبانی میشد، خشمگین میشد و شلاق رو بر گردش مینواخت و مجازات میکرد که چرا شما این آیه رو غلط خوندید، چرا این آیه رو غلط خوندید. منتها این دوران عمر، دوران تقریبا 12 ساله عمر رد شد تا زمان عثمان رسید. زمان عثمان که رسید اختلاف قرائت قرآن اوج گرفت، بیشتر شد. نوشتن در اوایل دوران عثمان بعضی از به قول امروزی ها استاندارها، والیان ایالت‌های مختلف به خصوص ایالت‌های دور روی قرائت قرآن اختلاف پیدا کردن. خب حالا اونایی که عرب بودن، در حجاز بودن یا در قلمرو زبان و ادبیات عربی بودن، خیلی مشکل نداشتن. خب حداقل یه سری قواعد رو می‌دونستن، یه چیزایی می‌دونستن. ولی اقوامی که تازه مسلمان شده بودن، عرب زبان نبودن، مردمان خراسان، مردمان ری، مردمان نیشابور، مردمان سیستان و بلوچستان، مردمان بلخ و بخارا، سمرقند، خب اینا چجوری میخواستن قرآن بفهمن؟ چجوری اصلا هنوز زبان عربی رو نمیفهمیدن، چجوری میخواستن قرآن؟ خب طبیعی که اختلافات قرائت پیدا میشد. نوشتن دوتا نامه سبب شد که خلیفه عثمان روی تصمیم بگیره که قرآن یک ویرایش جدیدی روی قرائت قرآن تکیه بسیار انجام بده. یکی فرماندار و امیر عرض کنم که ارمنستان بود، یکی هم امیر آذربایجان. خب معلومه ارمنستان و آذربایجان دیگه الان جاش مشخصه دیگه، اینا شما در نظر بگیرید مسافتش تا مدینه چقدره، هیچ ارتباطی هم با جهان عرب و زبان عربی و فرهنگ عربی نداشتن. خب طبیعی بوده اینا به عنوان خلیفه و کارگزار عثمان شکوه کردن که آقا اینجا اختلاف اونقدر داره اوج میگیره که اگر اینجوری بگذره مسلمان ها بروی هم شمشیر میکشن. میگن که نه تو اشتباه میکنی، تو عوضی میگی، تو درست نمیگی، تو فلان. اینجا بود که بعضی از افرادم با دور بسراب عثمان جمع شدن و به عثمان پیشنهاد کردن این کار. اونم اولی هم دار مقاومت کرد و سرانجام پذیرفت. بعد یه گروهی نمیدونم 6-7 نفره، حالا اینا جزئیات رو نوشتیم، یه گروه هیئت تعیین کرد با رهبری زید بن ثابت که کاتب پیامبر بود، مورد اعتماد پیامبر بود، که حالا در این دوره یه دوره میانسالیش بود و آدم پخته و معتبری هم بوده، بشینن یک هیئتی تشکیل بدن، یک ویرایش جدیدی از قرآن تهیه بکنن، که این کار انجام شد، به نام قرآن عثمانی معروف شد. خب در همون زمان هم مصاحف مختلفی وجود داشت، یعنی مثلا سال 37 38 فکر کنم سال 35 یا 36 هجریه که تدویر قرآن شروع شد، یک دو سال هم طول میکشه. در این دوران مصاحف مختلفی وجود داشت، هر صحابه تقریبا این مبالغه نیست، هر یکی از صحابه تقریبا یه مصحف داشتن. اینجا دیگه کلمه مصحف که میگن از زمان عمر این کلمه مصحف آمده بود، حالا از کجا آمده خودش تاریخچه داره. و مصاحف مختلفی، هر یک مصحف ابی بن کعب، مصحف ابو موسی اشعری، مصحف ابن مسعود، مصحف علی، مصحف عایشه، مصحف حفصه، مصحف ابوبکر، مصاحف مختلفی. الان همین الان که دارم به شما صحبت میکنم، تا اونجا که من اطلاع پیدا کردم 5 تا یا 6 کتاب
تحت عنوان المصاحف داریم که از 108 یا 118 هجری در اوایل قرن دوم شروع میشه تا قرن سوم این کتاب 5-6 کتاب نوشته شده. المصاحف مثل ابو ایوب سجستانی و دیگران، حالا اسامیشون یادم نیست، 5-6 کتاب داریم که اختلاف مصاحف رو مثلا در شام چجوری قرائت میکنن، در عراق چجوری میگن، در مکه چجوری قرائت میکنن. مصاحف اساس واحد، ولی قرائت ها هنوز هم در قرن دوم سوم هم اختلاف درش وجود داشتیم. خب عثمان هم گفت بیاد اینا رو جمع‌آوری کنید، نشستم رو از مجموعه اینها یه قرآن جدید درست کردم. خب این قرآن جدید درست شد، چند نسخه فکر کنم 5 نسخه اگر اشتباه نکنم از این قرآن نسخه تهیه شد، عنوان نسخه های اصلی، یکی در مدینه موند، یکی به مکه فرستادن، یکی به دمشق فرستادن، یکی به عراق فرستادن، یکی رو نمیدونم به ری فرستادن، حالا همه جاهاش الان یادم نیست، این دارم میگم به طور تقریبی دارم میگم، 5 نسخه در جاهای مختلف رفتن. بعدم به خاطر اینکه این اختلافات برای همیشه پایان پیدا کنه، عثمان دستور داد که بقیه مصاحف از اعتبار خارج بشن، بعدم دستور داد بقیه مصحف ها رو هم جمع بکنن و اینا رو آتش بزنن و آتش زدن، که امروز یکی از طعنهایی که به خلیفه عثمان میزنن مخصوصا شیعیان اینکه شما چرا قرآن رو سوزوندی، چون میدونی از فقهی امروز قرآن رو نمیشه بس سوزوند، یعنی اگر کسی این کار رو بکنه مرتد قطعی تلقی میشه، ولی خلیفه عثمان این کار کرد، همه صحابه‌مون رو تایید کردن و از جمله بر قابل توجه شیعیان ناب علی ابن ابی طالب ایستاد در کنار عثمان، هم از قرآن حمایت کرد و دفاع کرد، هم از سوزاندن قرآن دفاع کرد، علی ابن ابی طالب. حالا منظر فقهی من نمیدونم علمای ما از کجا این فتوا قطعی رو در آوردن که قرآن نمیشه سوزاند. بله یک وقت اگر شما قرآن رو میسوزانید مثل اون کشیش آمریکایی به خاطر نمیدونم با انگیزه بی‌حرمتی یا انگیزه های سیاسی، خب یه داستان دیگریه، اون برمیگرده به نیت. ولی خلیفه عثمان که این کار انجام نداد که، و علی هم با این استدلال دفاع از کار عثمان دفاع کرد که اگر این کار نکرده بود اختلاف بین مسلمان ها اوج میگیره. خب حالا وقت من دیگه خیلی تلف شد تو این قسمت اول، و تا اینجا یک تاریخچه کلی خدمت شما گفتم، به 2 نکته اشاره کنم، میخواستم بیشتر توضیح بدم، بیشتر دیگه توضیح نمیدم وقت نیست. یکی این مسئله به اصطلاح صحبت تحریف قرآنه. خب این سوال مطرحه به خصوص در میان شیعیان که از قدیم خیلی از علمای شیعه یکی دو تا ستام نیستن، در قرن سوم چهارم معتقد بودن به تحریف قرآن، و بعد هم در این دوران 200 سال اخیر هم کسی مثل محدث معروف حاج میر حسین نوری کتابی داره، عرض کنم که عنوان کتابش اگر یادم بیاد میگم خدمتون، درباره تحریف قرآن کتاب نوشته و با ادله فراوانی نشون داده که این قرآن تحریف شده. البته این رو بگم، تحریف قرآن به معنای اضافه کردن نیست، یعنی هیچ یک از کسانی که به تحریف قرآن اعتقاد دارن افزایش در قرآن نیست، نمیگن چیزی در قرآن اضافه شده، نه، میگن این قرآن و قرآن عثمان و قرآن ابوبکر همه اینا همون قرآن واقعیه، اون چی که آمده قرآنه، اما تحریف به حذفه، یعنی چیزایی رو از قرآن حذف کردن. خب اون چی چیزایی است که از قرآن حذف کردن؟ تکیه اصلیشون روی اینه که بله اسم علی ابن ابی طالب به عنوان جانشین پیامبر آمده بود حذف شده، فضائل اهل بیت حذف شده، فضائل علی ابن ابی طالب حذف شده، فضائل نمیدونم دیگران حذف شده، این استدلال اصلی است که اینا آوردن. خب این یه عقیده بود که بعضی از شیعیان داشتن، ولی خوشبختانه در این قرن ما کتاب‌های مختلف و متنوعی نوشته شده به وسیله علمای شیعه و همه بالاجماع تحریف قرآن رو رد کردن، یعنی همه به همین قرآنی که امروز هست در اختیار مسلمان‌ها هست به همین مهر تایید گذاشتن، از نمیدونم آیت الله خویی بیان بگیرید تا نمیدونم دیگران آیت الله مهر معرفت یک کتابی داره به نام التمهید، فکر کنم جلد 8 التمهید به بحث تعریف قرآن پرداخته، خیلی خیلی در این باره بحث کردن، استدلال کردن، و به نظر من این حرف درستی است. به خاطر چی؟ به خاطر این که حداقل چیزی که میشود گفت این است، اساسا جدایی از این که
موافقان چی میگن، مخالفان چی میگن، حداقل استدلالی که بر عدم تحریف قرآن میشود آورد اینه که قرآنی که زمان ابوبکر و یا بعد عمر و بعد زمان عثمان به خصوص جمع‌آوری شد، پنج نسخ شد، این مورد تایید علی بن ابی طالب هم بوده. خب بعد هم وقتی که در جنگ صفین قرآن بر نیزه میکنن، کدام قرآنه؟ کدام قرآن عثمان بر نیزه میکنه و بعدم به میگه که بیای علی، و علی رو دعوت میکنه به حکمیت قرآن و علی هم میپذیره؟ کدام قرآن میباشه حکمیت؟ اگه قرآن تحریف شده بود، خب علی اولین کسی بود که بهش اعتراض بکنه و به این دروغ و فریب عرض کنم که مردم رو آشنا بکنه، نبود. بعدها امام حسن، امام حسین، تمام ائمه 12 گانه ما در زمان خودشون به همین قرآن استناد کردن. چرا علی زمانی که، حالا میگه ممکنه یه دو بگن آقا از ترس خلفا بوده، میخواستن بکشن علی رو، تهدید کردن. خب زمانی که علی خودش 4 سال خورده‌ای در عراق خلیفه بلا منازعه جهان اسلام هست، چرا به این مسئله اشاره نمیکنه؟ خب در همون زمان وقتی که میگه قرآن، تو نهج البلاغه بارها به قرآن استناد شده، اشاره شده، از قرآن دفاع شده. خب کدام قرآن بوده؟ همین قرآن بوده دیگه. پس بنابراین این تحریف قرآن که یه دی گفتن هیچ نه عقلا نه نقلا هیچ مدرک و سندی درش وجود نداره. و مسئله دومی که بعضیا استناد کردن و در ارتباط با مسئله تحریف قرآن، مسئله مصحف علی است. یه دی میگن علی مصحفی داشته و این مصحف رو آورد به ابوبکر و بعدم زمان عثمان ارائه داد و اونا نپذیرفتن. بله این درسته، این تمام منابع اسلامی نوشتن که علی هم مصحف خودش رو ارائه داد ولی اونا نپذیرفتن. حالا چرا نپذیرفتن من کاری ندارم، یه میشود روش بحث کرد، ولی صحبت این است که آیا اون مصحف علی، یعنی سوال اساسی اینه، اون مصحف علی با مصحف مثلا ابن مسعود، با مصحف عبی ابن کعب، با مصحفی که بعداً به نام مصحف عثمانی معروف شد، آیا تفاوت داشت؟ تعارض داشت؟ نه، هیچ دلیلی وجود نداره. حالا اینکه واقعاً علی مصحفی داشته یا نه به نظر قطعی میاد، همونجوری که دیگر اصحاب هم مصحف داشتن. منتها اونچنان که گفتن بعضیا به درستی گفتن این است که مصحف علی یک حواشی داشته، یک شرحی داشته، یک نوع تفسیری داشته، مثل شأن نزول آیات، ناسخ چیه، منسوخ چیه، اینا رو از پیغمبر شنیده بود، در حاشیه‌اش یادداشت کرده بود این قرآن. حالا اینکه همین قرآن علی هم کجا هست، هیچ سندی وجود نداره. الان هم قرن مثلا از قرن اول که قرآن‌هایی وجود داره، راجع به قرآن علی اشاره‌ای نمیشه، هرچند بالاخره قرآن شناسان میگن که اجمالاً علی مصحفی داشته که به نظرم درست هم هست، اما اینکه این قرآن علی کجا هست مشخص نیست. ابن ندیم میگه من اونو دیدم، نمیدونم بعضی های دیگر در قرن 8 و 9 میگن ما در فلانجا دیدیم، میگن در نزد خاندان علی هست، خاندان امامان به امانت مونده و این رو هیچ کس نمیبینه تا زمانی که امام زمان بیاد، امام زمان اون قرآن علی رو ظاهر میکنه. اینا دیگه به نظر من افسانه های مذهبیه که به هیچ وجه از نظر تاریخی نمیشود به اینا اعتماد کرد. تنها یک چیز میشود رو گفت و اونم این که علی هم یه مصحفی داشته مثل دیگر مصاحف. و نکته دومی که به نظر من قطعی میاد این است که اون مصحف با قرآن عثمان هیچ تعارضی نداشته، حد اکثر چیزایی داشته که در اینجا نیامده. و همون جوری که مصحف عبی بن کعب یا مصحف ابن مسعود هم آوردن، اونها نپذیرفتن. و تا قرن دوم هم کسانی در عراق بودن، چون ابن مسعود زمانی در عراق بود، عراقی ها تابع ابن مسعود بودن، عراقی ها به قرآن ابن مسعود عمل می کردن. خب ابن مسعود هم قرآنش با دیگران فرق نداشت، او با ابن کعب هم فرق نداشت، فرق حداقل اساسی نداشت. اما اینا معترض بودن. چرا معترض بودن؟ به خاطر اینکه عثمان یا اون هیئت 5-6 نفرشون به قرآن اینها اعتنای چندانی نکردن، همونجور که به مصحف علی هم اعتنای چندانی نکردن، نشستن به دلایل که خودشون داشتن، با معیارهایی که خودشون داشتن، از مجموعه اینا یه قرآن جدید درست کردن. و بعد این نکته رو من در پایان یادآوری بکنم، اختلاف سیاسی رو شما نادیده نگیرید، چون قرآن محور هویت مسلمانان بود، قرآن و تدوین قرآن هم تبدیل شد به یک منازعه سیاسی. همونجوری که الان شما دو ایران خودمون بعد از انقلاب ببینید که یک جمله، یک خاطره تبدیل میشه به یک
داستان سیاسی، به یک اختلاف سیاسی بین این جناح و اون جناح و اون جناح. در اون زمان همینجوری بوده دیگه. بعد از پیغمبر اسلام هر کس از گروه های اسلامی، هر یک از این گروه ها مثل فرقه در آمدن، شیعه، سنی، نمیدونم خوارج و دیگران، همه به شکلی سعی میکردن خودشون رو به یک آیه قرآن مستند کنن، به یک روایت از پیغمبر مستند کنن. دعوا روی تدوین قرآن هم تبدیل شد به یک دعوای سیاسی. بنابراین اینکه کتاب یا مثلا مصحف فاطمه یا کتاب علی، اینا همش گفته شده، ولی هیچ به اصطلاح سند و مدرکی که این مصاحف اینها با مصاحف دیگران تفاوت یا تعارض داشته ما دلیلی نداریم. خیلی عذر میخوام، واقعا فرصت زیاد دیگه برام باقی نمونده، ولی این قسمت دوم که قسمت مهمتری هست مجبورم سریعتر ازش رد بشم، برای اینکه باز میترسم که به جلسه بعد به اصطلاح موکول بشه و این سنت نباید وسط صحبتاتون. نه وقت دارین شما، شما الان 11:30 شما حداقل یه رو به دیگه هم وقت دارین، میتونید صحبت کنید. سعی میکنم اگر صلاح میدونین که ترجیح میدین که بستش بدیم برای جلسه بعد، اونم در بیارش. این سنت رو ادامه ندیم بهتره، وقت زیاد گرفته ما میشه. ما مخالفت نداریم، خوشحالم میشیم هر چی شما لطف دارید. دوستان هم ممکنه بپسندن، ولی از نظر من فکر میکنم که یه خورده مثلا صرفه‌جویی در وقت بکنی بهتر باشه. اما بحث دوم که بحث مهمتری هست، جدای از منابع اسلامی که براتون گفتم، البته در منابع اسلامی ما در تاریخ قرآن کتابای تقریبا خیلی خوبی داریم. من فقط اینا رو معرفی میکنم، دوستانی که بخوان میتونن مراجعه کنن. یکی کتاب قدیمی ترینش توی شیعی و در زمان ما تقریبا قرآن، تاریخ قرآن ابو عبدالله زنجانی هست که حدود 80 سال پیش ایشون فوت کرده و حدود 70 سال پیش این قرآن به عربی نوشته شد. ایشون یک از عالمان شیعه معتبر ایرانی که متاسفانه خیلی شناخته شده نیست، آدم مهمی هم بوده و این قرآن به عربی نوشته بود و این در مصر با مقدمه احمد امین مصری که نمیدونم دوستان باید بشناسن، آدم معتبر و مهمی است، کتاب مهمی هم، کتابای مهمی داره، یکی از کتاباش ادیب، نویسنده، شاعر و محقق تاریخ اسلام، یک کتابی هم داره به نام تاریخ به اصطلاح زعما و اسراف العصر الحدیث که من این رو حدود 30 سال پیش ترجمه کردم تحت عنوان تجددگرایان مسلمان در عصر حاضر. 10 نفر از اصلاح طلبان مسلمان رو از قدیم تا جدید معرفی کرده. من این کتابو در حدود 28 سال پیش در ایران ترجمه کردم، منتشر شده به علمی فرهنگی. مقدمه احمد امین برای این کتاب نوشته که بعدم در سال 1317 ابوالقاسم صحاب این رو به فارسی ترجمه کرده، در همون 1317 ترجمه بسا چاپ شده. من همون چاپ 1317 رو سالها پیش در ایران دیدم و ازش استفاده کردم، نمیدونم تجدید چاپ شده یا نشده. به هر حال یکی از قدیمی ترین و یکی از مهمترین کتابهای تاریخ قرآن تاریخ ابو عبدالله زنجانیه. در این سالهای اخیرم دو تا کتاب منتشر شده، یکی محمود رامیار تاریخ قرآن کریم هست که کتاب خیلی خوب و جامعیه، یکی هم سید محمد باقر حجتی هست، کتابی تحت عنوان در دوره تاریخ قرآن داره و کتاب خیلی خوبیه. و همینجا اضافه کنم یک کتابی هم دوستمون آقای محمد علی عیازی که از این فضلای قم هست، یک کتابی نوشته درباره مصحف علی که به واسطه وزارت ارشاد حدود 15 سال پیش چاپ شده، منتشر شده و من از نسخه مجازی اون استفاده کردم. بنابراین اگر در این زمینه دنبال منابع هستید، منابع زیاده و در جلد دوم جستارهای من هم یه مقاله مفصل 30 صفحه‌ای دارم درباره تاریخ قرآن که با استفاده از مجموعه این منابع ایرانی و عربی و فارسی و اینا استفاده کردم، یک خلاصه از این تاریخ جمع قرآن را آوردم. اما در قرن اخیر، در از 150 سال پیش از زمان بوذهر، یک تشکیک هایی و تردید هایی در وساقت تاریخی قرآن ایجاد شد که آیا واقعا همین قرآنی که ما امروز داریم همین قرآن در اون زمان وجود داشته نداشته، چی شده نشده، در دوره عثمان چه تغییراتی ایجاد شد، اختلافات چه بوده. و خب محققان غربی هم که میدونید که مور از مثلا، حالا من کار به انگیزه هاشون ندارم، خیلی ها ممکنه که اینا رو حمله بر مسائل سیاسی بکنن، رو شب شناسی و
دشمنی با اسلام و نمیدونم خیلی ها با این اتهام ها میخوان که مثلا با این مسائل برخورد کنن، که من اینا رو نمیگم که همه محققین و همه شرق‌شناسان و همه ایرانشناسان و اسلامشناسان آمریکایی و اروپایی آدمهای علیه السلامی هستن غرض و مرضی ندارن، نه قطعا غرض و مرضی هم ممکن در اونها وجود داشته باشه و اون باید در جای خودش بررسی کرد، ولی نمیتونیم که نیت خوانی کنیم بگیم نه تو فلان فلان شده میخواستی که فلان حرف بزنی، تو میخواستی که با قرآن مخالفت کنی، تو میخواستی با اسلام مبارزه کنی، نه اینا به نظر من راه به جایی نخواهد بود، اینا نمیشه به راحتی اثبات کرد و بعدش هم که بحث از دایره علم و استدلال خارج میشه. ما با استدلال های اینا ببینیم استدلالشون قابل قبوله یا قابل قبول نیست. حالا در اون چی که اصل 50 سال پیش شروع شد کسانی مثل نولکه و بلاشر و خیلی از قرآن شناسان غربی، خب اینا وثاقت تاریخی و قرآن قبول دارن، یعنی اساس قرآن هم اونجوری گفتم نولکه معتقده که قرآن حتی اون چی که زمان پیامبر تدوین شده همون زمان پیامبر است هم به این صورت تدوین شده، این حرف نولکه است، یعنی پدر قرآن شناسی جدید اروپایی و غربیه، اونم که تعصب اسلامی و فرقه‌ای و شیعه و سنی که نداره. بنابراین نظر غالب قرآن شناسان وثاقت تاریخی قرآن رو قبول دارن، اما یه عده‌ای پیدا شدن از جمله همین گروه اناره‌ای که بارها ذکر خیرشون اینا می‌کنیم، اینها دیگه در این 20 سال اخیر به این نتیجه رسیدن که اساساً قرآنی در زمان پیغمبر وجود نداشته، اصلا قرآن به عنوان کتاب مسلمانان در قرن اول وجود نداشته، این از زمان عباسی هاست قرآن به این صورت در آمده یا قرآن جدید درست کردن. البته اونها هم نمیگن اصلا چیزی به نام قرآن وجود نداشته، دقت کنید، اونها میگن بله قرآنی وجود داشته ولی این قرآن یک متن سوریانی بوده که در سوریانی یعنی در همین سوریه فعلی، و این یک متن مقدس یک فرقه خاص مسیحی بوده که اینها با کلیسای ارتودکس یعنی با بخش دیگر مسیحیانی که کلیسای اصلی مرکزیشون در بیزانس بوده که احتمالا شاید همین ایا صوفیای فعلی بوده، با اونها اختلاف دیدگاه داشتن، اختلاف مذهبی داشتن، مثلا اینها معتقد بودن که مسیح پسر خدا نیست، یعنی که تو قرآن هم الان منعکسه دیگه، قرآن هم پسر خدا بودن رو رد میکنه دیگه، میگه او عبد خداوند بوده. خب اینا میگن که حرفشون اینه یا ادعاشون اینه که قرآن یک مثلا خانش سوریانی بوده از یه فرقه مسیحی، بعدن وقتی یه چیزی به نام اسلام ساخته شد، یک شخصی مجهولی به نام محمد شد به عنوان پایه‌گذار اسلام، بعد این متن مقدس یک فرقه مسیحی سوریانی تبدیل شد به کتاب مقدس مسلمانان نوظهور، یعنی مسلمانانی که از زمان عباسیان درست شدن، چون اینا میگن اسلام از زمان عباسیان درست شد، اصلا چیزی ما به نام اسلام نداشتیم، چیزی به نام قرآن نداشتیم، قرآن مسلمان ها اون قرآن چیزا وجود داشته، بنابراین به طریق اولا خلفا هم نداشتیم، خلفای راشدین هم نداشتیم، علی هم نداشتیم، همه اینا جعلیه، اینا خب اصل ادعاشونه. در ارتباط با قرآن من در اینجا باید بگم طبق تحقیقات خودم، یعنی تحقیقات دیگه، این دیگه منابع اسلامی نیست که بگن که بابا اینا 200 سال بعد و 300 سال بعد تدوین شده اینا همه جعلیه، نه من اینجا سندهای مختلف امروز وجود داره، خوشبختانه سندهای زیادی وجود داره در حدی که من متوجه شدم، که البته مثلا تو منابع خیلی بیش از اینها هست، ولی من به 4 سند اشاره میکنم که قرآن در همون قرن اول و در زمان پیامبر اسلام وجود نیمه اول قرن هفتم هجری و نیمه اول قرن اول هجری و نیمه اول قرن هفتم میلادی قرآن وجود داشته، اسلام هم وجود داشته، محمد هم وجود داشته، قرآن هم به عنوان متن مسلمانان وجود داشته، یعنی وثاقت تاریخی قرآن با دیدگاه علمی امروز با باستان شناسی امروز قرآن از نظر من ثابته. البته یک اثبات علمی دیگه، چون میگم یه امر ایمانی که نیست، بگیم این است و جز نیست، تا اینجا که دارم با شما صحبت کنم از نظر من ثابته. خب اولین سندی که من بهش اشاره میکنم قرآن بیرمنگامه، در همین حدود 64 سال پیش بود که یک نسخه از قرآن توی منتشر شد
خیلی هم در دنیا سر و صدا کرد، احتمالا شما شنیدید، معروف شده به قرآن بیرمنگام. قرآن بیرمنگام قرآنی است که دانشگاه بیرمنگام انگلیس منتشر کرد. سه سوره، مثلا بخشی از سوره 18 و 19 و 20 قرآن رو داره، کامل نیست، ولی جالب اینه که این سه جزء قرآن، یعنی این سه سوره قرآن که پشت سر هم آمده، عیناً با قرآن امروز تطبیق میکنه. معروف شده به قرآن بیرمنگام. قرآن بیرمنگام رو دقیق‌تر با شما بگم که البته مجبورم که خلاصه‌شو بگم. قرآن بیرمنگام این متنش که درباره این منتشر کرده بسیار دانشگاه بیرمنگام بعد از انتشار با اون بسیار اعلان کرده، من فقط یه خطرشو میخونم. میگه با احتمال بالای 95% این قرآن که بر روی پوست گوسفند یا بز نوشته شده، قدمت اون به سالهای 568 تا 565 میلادی برمیگرده. بخش هایی از سوره 18 تا 20 قرآن رو در اختیار به اصطلاح شامل میشه. 568 تقریبا اگر تولد پیامبر اسلام رو سال 670 بگیریم که سام آمول فیل هم میگن هست، این تقریبا اول سالی که هست زده شده دو سال قبل از تولد پیامبره. حالا اینو دو سال شما نادیده بگیرید، میشود روندش کرد و میگفت، میشه گفت قرآن رو تخمین که میزنن تقریبا برمیگردد به زمان عمر پیامبر، همونش از دو سال پیامبر تا سال 645 میلادی. خب وفات پیامبر کیه؟ 632 میلادیه. این 645، یعنی حد اکثر وقتی که براش تخمین زدن از نظر علمی تقریبا در 12 سال بعد از فوت پیامبره، یعنی دقیقا با عمر پیامبر اسلام تطبیق میکنه. این قرآن بیرمنگامه که چند سال پیش منتشر شد، خیلی هم سر صدا کرد. شما الان سرچ کنید میتونید که گزارش مفصلش رو دربارش ببینید. دومین سند قرآن توبینگنه. دانشگاه توبینگن معروف آلمان هم فکر میکنم قبل از اون بود، قبل از قرآن بیرمنگام بود، یه قرآنی رو منتشر کرد که باز البته قرآن کامل نیست، که معروف شده به قرآن توبینگن، که در اونجا هم درباره اون نوشتن به احتمال قوی قدیمی ترین نسخه قرآن است، که بعضی ها گفتن این قدیمی ترین نسخه قرآنه. تاریخ کتابت آن به سرآغاز اسلام و قرن هفتم میلادی میرسد. بعد تاریخش اینجوری تخمین کارشناسان، نسخه شناسان بر اساس اون معیارهای علمی که خودشون دارن احتمال دادن که با احتمال بالای 95% در سالهای 649 تا 675 میلادی تحریر و کتابت شده است، یعنی 20 تا 40 سال بعد از پیامبر اسلام، که میشه دقیقا همون دوران عثمان، که اگر این درست باشه اون وقت میشه تقریبا این بخش های از اون قرآن عثمانه، چون قرآنی که عثمان تدوین کرد اون قرآن الان دیگه تقریبا، یعنی اون قرآنی که بگیم که این قرآن عیناً همون قرآنی است که عثمان تدوین کرده بود، اون ظاهرا جایی نیست الان، یعنی تا حالا یافت نشده، حالا ممکنه بعدا برای یه جایی یافت بشه، همونجور که چیزای جدیدم یافت میشه که قبلا فکر میکردم وجود خارجی نداره. ولی اگر این حرف درست باشه که 20 سال بعد از فوت پیامبر تا عرض کنم که میشه اوایل عثمان، تا عرض کنم که 40 سال پس از پیامبر اسلام، در این فاصله این قرآن توبینگن به اصطلاح نوشته شده و کتابت شده. و جالب اینه که شما سرچ کنید اینا نسخه ها رو ببینید، نسخه ها اینها نقطه داره، هرچند نقطه هاشون خیلی آشکار نیست یا خیلی زیاد نیست، ولی اینها نقطه داره. به این همونجوری که اول بحث گفتم، این برخلاف اون چیزی است که بسیاری از قرآن شناسان و مسلمان و غربی تا حالا میگفتن که خط عربی اعجام نداشته، قرآن اولیه اعجام نداشته. این نسخه دوم. قرآن سند سوم قرآن‌های صنعا است. قرآن‌های صنعا که باز از معروف‌ترین هست که در سال 1972 میلادی هنگام بازسازی و تعمیر مسجد کهن صنعا در یمن، در دیوار غربی اون انبوهی از پاره‌های مکتوب قرآنی پیدا شد. و
داده داشتن مسجد می‌خواستن تعمیر کنن، یه دفعه از یه دل دیوار شکاف برداشت، یک انبوه اوراق ریخت بیرون که بعدا اینا رو جمع‌آوری کردن، بعد دیدن که ترکیبی هست از بخشی از آیات و سور قرآن و همینطور دعاهای مذهبی. این معروف شده به قرآن صنعا. این درباره خود ساختمان مسجد هم که گفتن، احتمال دادن که این ساختمان اول با زمان پیامبر، یعنی بعد از اینکه یمن مسلمان میشه، ساختمان اولیش زمان پیامبر ساخته شده، البته این احتمال دادن. ولی اون چی که باستانشناسان اعلان کردن اینی که مسجد فعلی صنعا حدود 1100 سال قدرت به اصطلاح قدمت داره و سابقه داره. 1100 سال یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که حدود قرن سوم مثلا ساخته شده. این اوراق پراکنده حدود 12,000 برگه، این که احصا کردن جمع‌آوری کردن، مجموعه این اوراق پراکنده 12,000 برگ به اصطلاح تشکیل میده. این به اصطلاح قرآن صنعا هم دو لایه داره، یه لایه زیرینه که بعد نسخه شناسان گفتن این رو پاک کردن، روی اون آیات جدید، یعنی نسخه جدیدی روی اون اولی نوشتن. حالا این اولی چی بوده، دومی چی بوده، در این باره زیاد دربارش بحث کردن، که یعنی کتابت به اصطلاح این قرآن صنعا دو لایه است. بر اساس آزمایشات شیمیایی روی این قرآن های صنعا، صاحب نظران گفتن که تاریخ نسخه اونها به میانه های سال های 25 تا 58 هجری برمیگردد. ببینید باز قرآن مال زمان عثمانه، یعنی 25 تا 28 58 هجری. سال 25 سال آغاز خلافت عثمانه، تا سال 58 هجری که خب دیگه در 20 سالی که بعد از فوت به اصطلاح بعد از عثمان، تا اون زمان این رو تاریخ گذاری کردن. نکته قابل توجهی که خیلی خیلی مهمه، خواهش میکنم به این نکته دقت بفرمایید، و اون نکته این است که این قرآن ها، این اوراق قرآن خب پراکنده است، یعنی یک انبوه در هم ریخته و دیگه هفجوشی است که نظم منطقی نداره، همجوری انبوهی بوده که الان از کی چجوری اونجا انبار کرده بودن. ولی از مجموعه اینها که در آوردن، عرض کنم که 14 سوره قرآن از مجموعه اینها استخراج شده، یعنی همین 114 سوره قرآن ما در سالهای بین 25 تا 58 هجری وجود داشته، طبق تحقیقی که قرآن شناسان روی این کردن. الان حدود 50 ساله، چون تمام این اوراق رو آوردن در آلمان، در برلین آلمان یک نهادی وجود داره، یک مؤسسه‌ای وجود داره، 50 ساله که نسخه شناسان و محققان و پژوهشگران آلمانی دارن روی قرآن صنعا دارن کار میکنن. تا حالا هم گزارش های خیلی زیادی در ارتباط آلمانی ها منتشر نکردن درباره قرآن صنعا، ولی من در حدی که متوجه شدم از یه دوست آلمانی دانم کمک گرفتم و بعضی از اینا رو از زبان آلمانی برای من ایشون ترجمه کردن، و از جمله همین 114 سوره قرآن رو بین آلتو منتشر شده. عرض کنم که اینا اگر خود این محققان آلمانی یه روزی به هر دلیل ها نمیدونم نتیجه نرسیدن یا صلاح نمیدونن، نمیدونم چه، تا حالا اینو رو منتشر نکردن به طور تقریبا مفید. ولی جست و گریخته که خبرهایی رو از محققان آلمانی ما میشنویم میخونیم اینه که این قرآن اعتبار تاریخی رو میرسانه به زمان عثمان، نیم قرن اول، و همینطور 414 سوره قرآن رو داره. این سند سوم. سند چهارم گزارش های یوحنا دمشقیه. این دیگه آخرینشه، دیگه قول بهتون میدم که چند دقیقه دیگه عرضم رو تمام بکنم. یکی از شخصیت های خیلی جنجالی و معروف تاریخ اسلام و تاریخ مسیحیت یه شخصیتیست به نام یوحنا دمشقی. یوحنا میدونید که مثل غیر عربیه یا احتمالاً یونانیه یحیای قرآنه. حالا قرآن چرا یوحنا رو تبدیل کرده به یحیا نمیدونم، شاید اصلا اول یحیا بوده بعد یوحنا شده، یوحنا بوده بعد یحیا شده، نمیدونم. برای تو ادبیات قرآنی اسلامی از یوحنا تحت عنوان یوحنا به اصطلاح یحیا یاد شده،
البته اون یحیایی که تو قرآن میگه یا یحیی خود الکتاب به قوه، اون غیر از این یوحناست. من روی کلمه روی اسم دارم تکیه میکنم. این یوحنا خلاصه معرفیش بکنم، یوحنا معروف یوحنا دمشقی، پدرش سرجون بوده، مسیحی بوده. سرجون یکی از شخصیت‌های فکری و فرهنگی عصر بیزانس بوده، قبل از اینکه به اصطلاح معاویه به مدینه به دمشق بره و اونجا فتح بشه وسیله مسلمانان، و بعد هم در زمان معاویه مشاور عالی معاویه بوده، مسیحی بوده ولی مشاور عالی معاویه بوده. سرجون مسیحی، شما داوود خوندید با اسمش آشنایی. این یوحنا پسر اون سرجونه. یوحنا مشاور و رئیس دیوان معاویه بوده، چون اهل کتابت بوده، اهل حساب کتاب بوده، دیوان معاویه رو اداره میکرده. بعد از اون این نسبت رسید به فرزندش یوحنا. یوحنا دوره 4 خلیفه اموی رو به اصطلاح رئیس دیوان، یعنی حسابدار عرض کنم برای یا مسئول مالیات و امور خزانه خلافت اموی بوده، در دوره عبدالملک مروان، در دوره پسرش ولید ابن عبدالملک، در دیگه دوره پسر دیگرش سلیمان ابن عبدالملک، و بعد در دوره عمر ابن عبدالعزیز خلیفه بعدی، در دوره 4 خلیفه رئیس دیوان بوده و خیلی هم با مسلمانان نزدیک بوده، برای اینکه اصلا خلافت اسلامی بوده دیگه، اونطور مسیحی بوده. این اواخر به خصوص از دوران سلیمان ابن عبدالملک که نسبت به مسیحی‌ها سختگیری بیشتری شد، این بنده خدا رنجیده شد، آزرده شد، از دمشق هجرت کرد، رفت برای بیت المقدس. در اونجا یه کلیسایی داره، نمیدونم به نامش معروفه، خیلی نقش داره، کتابای متعددی هم نوشته، در تاریخ مسیحیت یکی از شخصیت‌های بسیار مهم و اثرگذاره. و در اونجا شروع کرد علیه اسلام حرف زدن، علیه مسلمان‌ها حرف زدن. یکی از کتابایی که داره به نام ارتداد هست، که این منابع کتابشناسیش هم شناخته شده، کتاباش این که در کجا هستن، متن اصلیش کجاست، ترجمه عربی چگونه صورت گرفته، همه اینا رو گفتن، محققین درباره صحبت کردن. من فقط این جمله رو میخوام بگم. یوحنا دمشقی که در اواخر در قرن اول، نیمه دوم قرن اول هجری و بعد اوایل نیمه قرن، معلوم نیست که در چه سالی هم از دنیا رفته، اوایل قرن دوم زندگی میکرده، دقیقاً در همین مثلا اصل دوران ارتباطش با اسلام و مسلمان قرن اوله، و در اون دوران نوشته اوایل قرن دومه. او در اونجا یکی از تنهایی که به مسلمانان میزنه اشاره میکنه، او هم به محمد اشاره میکنه، هم به اسلام اشاره میکنه، هم به قرآن اشاره میکنه، و به خیلی از چیزایی که امروز تو تاریخ اسلام خیلی ها اونا رو زیر سوال میبرن، اینا همه از نظر ایشون مورد تاییده. من اینو مفصل نوشتم البته. بعد یکی از چیزایی که اشاره میکنه به مسلمان ها تن میزنه، به مسلمان ها میگه که شما قرآنی دارید که معتقد هستید که این قرآن، عرض کنم که، در خواب بر پیامبرتون نازل شده است. بعد اضافه میکنه، میگه به تن میزنه، یعنی کنایه میزنه، تعریضی به مسلمان ها میزنه، متعلق میگه به تعبیر خودمون، میگه خب اگر این چنین باشد، پس بنابراین این خواب باید خیلی طولانی بوده باشد که چنین قرآنی در خواب بر محمد نازل شده است. دو نکته در اینجا وجود داره. یه نکته این است که خب این به حجم قرآن اشاره کرده، یعنی به یک آیه قرآن، یک سوره قرآن که نمیگن خواب طولانی، خب داره خواب طولانی، معلوم میشه که این حجم قرآن کم و بیش همین حجمی بوده که امروز ما میشناسیم دیگه. نکته دوم اینه که هرچند من خودم نظریه رویاهای رسولانه دوست دانشمندمون آقای دکتر سروش منصور قبول ندارم، به دلایلی عرض کنم اون رو غیر قابل قبول میدونم، اما هنوز من ایشون رو ندیدم، اگر دیده بودم به ایشون میگفتم، شما اگر میبینید میتونید از طرف من به ایشون بگید، که اتفاقا یک از تاریخی، یکی از چیزایی که تایید نظریه آقای سروش هست که قرآن رویا بوده، همین حرف یوحنا دمشقیه، که او در اوایل قرن دوم به مسلمان ها میگه که شما معتقدید که این قرآن در خواب بر محمد نازل شده است. البته این فقط توی حرفای یوحنا دمشقی آمده، این در هیچ سند و مدرک دیگری نیامده، در هیچ از منابع دیگه نیامده. حالا واقعا این آقای یوحنا دمشقی به کی اشاره میکنه، به کدوم نظریه اشاره میکنه، من نمیدونم. آخرین جمله‌ای که میخوام بگم، آخرین تحقیقی که من دیدم در ارتباط با قرآن، توصیه میکنم دوستان حتما بخونم، من خیلی واقعا شرمنده‌ام که
خیلی طول کشید. این رو قرآن حتما دوستان ببینن، کسانی که اگر میخوان پیگیری بکنن. یک کتابی هست به نام قرآن‌های عصر اموی، مقدمه‌ای در باب کهن‌ترین مصاحف، نویسندهش فرانسوا دروش، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا و آلا وحیدنیا، که این در همین سالهای اخیر، بذارید که من دقیق با شما بگم، با همکاری مرکز و کتابخانه مطالعات اسلامی به زبانهای اروپایی، این نشر هرمس منتشر کرده در سال 95. این رو هم اینجا نشون میدم، جلدش رو میتونید ببینید که اگر وقتی خواستید پیدا بکنید. این یک محقق فرانسوی قرآن شناسه، بر اساس نسخه شناسی باستان شناسی قرآن آمده حدود 46 قرآن رو عکسش هم آورده، اینجاها آورده، نسخه های مختلف قرآن که در یمن و کشورهای مختلف اسلامی هست اینا رو آورده، و در نهایت ایشون قرآن های عصر اموی رو، یعنی قرآن های قرن اول و نیمه اول قرن دوم رو اینجا آورده، و این خودش به اصلا همه این حرفایی که من گفتم اصلا شما همه فعلا اینا نادیده بگیرید، فقط با مستندات به همین کتاب هم توجه بکنید، این ادعای باطل رو که در قرن اول قرآنی وجود نداشته یا قرآن مکتوبی وجود نداشته یا نمیدونم چه بوده، به نظر من نادرسته. حالا این اصل وثاقت قرآن رو ثابت میکنه، حالا روی کم و کیفش رو نمیدونم که چقدر معتبر هست یا فلان نسخه چجوری بوده، اینا دیگه بحثای فرعیه. من واقعا مجددا از دوستان عذرخواهی میکنم و دیگه در پرسش و پاسخ اگر سوالای مطرح بشه در خدمت دوستان خواهم بود. با پوزش. خواهش میکنم. نفر اول من آن میوت میکنم. خواهش میکنم که سوالتون رو بپرسین. سلام آقای اشکبری، خیلی ممنون از صحبتتون. شما در صحبت اولی که توضیح داشتین میدادین گفتین که نظر خود من این هستش که به خاطر اینکه قرآن خیلی اهمیت داشته و پیامبر خیلی اهمیت بهش میدادن، ترتیبش و تدوینش در زمان پیامبر انجام شده. حالا اگر منظور شما این بوده که، یعنی واقعا به صورت خودتون میگید بین دو جلد در زمان پیامبر درست شده و مصحف قرآن در زمان پیامبر بوده، دیگه اصلا این تمامی چیزای تاریخی که بعدش فرمودین در مورد ابوبکر و عمر و عثمان و که حضرت علی هم باش توافق داشته، اینا دیگه معنی پیدا نمی کنه. چون اگر پیامبر واقعا به مصحفی که در زمان پیامبر درست شده بود، دیگه همه روی همون اتفاق نظر می داشتن. اگر فقط منظورتون اینه که نه، ترتیب آیات یا ترتیب سوره ها در زمان پیامبر درست شده بوده و فرمودین که انا له لحافظون، حتی اگر اون هم باشه، بازم این مشکل هستش که بالاخره بعضی از آیات وحی در سال آخر و در اون اواخر به پیامبر نازل شده بوده و اصلا فرصتی نبوده که بخواد که این سوره ها و این آیات به این شکلی که مثلا بعضی از سوره ها وسطش مدنیه بعد یه سریش مکیه، به این شکل شمایلی که الان هست باشه. حتی مثلا سوره های آخر سوره های مکیه، یعنی به نظر من در هر دو صورت میکسنس نمی کنه که قرآن به این شکلی که ما به عنوان قرآن میدونیم در زمان پیامبر مدون شده باشه. خیلی ممنون اگه توضیح بدین، چون شما تمام توضیحاتتون در این جهت بود که بعداً بوده، ولی اول نظر شخصی خودتون رو فرمودین که اینجوری. مرسی. بله خواهش میکنم. من خب سعی کردم یه گزارش تاریخی بدم، ولی فقط من گفتم که اون چه مشخصه و قطعیه اینه که زمان پیغمبر کتابت شده بود، روی این تأکید کردم. اما که روی کم و کیفش، یعنی واقعا پیغمبر اینا رو تنظیم کرده به همین صورت، جای آیات جای سوره ها، از بلندی به کوتاهی، یعنی همه چی به همین صورتی که هست، نه من روی این تاکید نکردم. من فقط به یه نکته رو نظر ترجیحی خودم رو گفتم این دیدگاهی که نورکی مطرح میکنه یا این مثلا عموم شیعیان دارن مطرح میکنن، جدا از بحث های مذهبی هست، من کار به ندارم شیعه چی میگه سنی چی میگه، من در مجموع استدلالهایی که به خصوص نولکه کرده اینا رو منطقی معقول میدونم. منتها اگر اون رو هم معقول بدونیم، در این حد بوده که در زمان پیغمبر
جای اینا مشخص شده بود، ولی پراکنده بوده بین دفتین که نبوده. اینه که همه قبول دارن، حتی شیعیان هم قبول دارن که بین دفتین یعنی بین دو جل قرار گرفته باشه به صورت یک کتاب قرآن شسترفته و این حرف. بعد همونجور که اشاره کردم بعد از پیغمبر هم روی قرآن، روی اساس قرآن، چاکله قرآن، چارچوب قرآن، تا اونجایی که بنده تو منابع دیدم اختلاف نظری وجود نداشته. در زمان ابوبکر تدوین قرآن به این انگیزه بوده که گفتن چون قرآن عمدتاً روی حافظه هست، هنوز حافظه محور بودن، هنوز حافظه غلبه داشت، که گفتن که این افرادی که حافظ قرآن هستن اینا از بین رفتن، ممکنه که به خود قرآن هم لطمه وارد بیاد، یعنی اون چی که در متن مکتوب بود. خب متن مکتوب هم که مثل امروز نبوده که شما بدید چاپ کنه، نمیدونم 1,000,000 نسخه براتون کتاب چاپ بکنه. خب یه تعداد محدودی وجود داشته در نزد مثلا اصحاب بوده، مصحف این مصحف اون 10 تا 20 تا 30 تا مثلا وجود داشته دیگه. بنابراین انگیزه زمان ابوبکر اینه. زمان ابوبکر، زمان عمر که چیز واضحی وجود نداره که واقعا تغییرات اساسی صورت گرفته باشه، فقط همین اندازه که عمر حساسیت داشت که در قرائت قرآن اختلاف وجود نداشته باشه. اساس قضیه زمان عثمانه. زمان عثمان هم گفتم روی قرائت قرآن وجود داشته، نه روی اساس قرآن. این یک نکته، یعنی مغایرتی نداره با اون چی که من گفتم و یا اون رو اگر قطعی تلقی بکنه. نکته دوم اینه که در زمان عثمان اونقدر اختلاف پیدا شده بود که این مصاحف و صاحبان مصاحف مدعی بودن که قرائت ما درسته. توجه میکنید؟ بعد یه دی مدعی بودن که یه نکته، این نکته رو یا فرصت نشد یادم رفت که بگم، در زمان عثمان از قضا یه چیزی جدیدی پیدا شده بود و اون چیزی جدید این بود که یه دی میگفتن که بله، ما نزد ما هم قرآنی وجود دارد که در قرآن موجود نیست و ما این رو از پیامبر شنیدیم و بعضی چنین ادعایی داشتن. خب تکلیف اینا باز روشن میشد دیگه. خب اینا رو باید به قرآن اضافه کنیم یا اضافه نکنیم؟ چون همونجور که خودتون به درستی اشاره کردی، زمان پیامبر هنوز تا قرآن که کامل نشده بود، چون کسی که نمیدونست، نه پیغمبر نه دیگران. پیغمبر میگم حالا من بس مذهبی نمی کنم که نمیدونم پیغمبر علم الهی داشته، غیب داشته، همه چیز میدونسته، نمیدونم. نه، بر اساس روال معمول پیغمبر تا آخرین لحظه عمرش، یعنی تا زمانی که نفس میرفت و میامد که مفرح ذات بود و ممد حیات به قول سعدی، خب احتمال نزول وحی جدید بود دیگه. بنابراین تا زمان پیامبر که نمیتونسته که این قرآن کامل شده باشه، که اصلا منطقا چنین چیزی امکان نداره. فقط تنها چیزی که میشه باید گفت تا زمانی که پیامبر خودش بوده، یک نظم و یک ترتیب مثلا مورد علاقه خودش رو انجام داده باشه، یا به یه دی توصیه کرده باشه، یا یه در یک نسخه، اینا داریم به اساس گمانه‌زنیه بگیم، در یک نسخه مثلا اینا رو رعایت کرده باشه، یا مصحفی که علی داشته مثلا دارم میگم که بیشتر بهش اعتماد داشته، یا زید بن ثابت در اونجا اینا رو رعایت کرده باشه، ولی کامل که نشده بوده. بنابراین بعد از پیغمبر عملا نیازمند یک ویرایش نهایی و جدیدی بود که عموم صحابه روی اون اجماع بگذارن، حالا مسلمان ها عموم صحابه روی اون مورد تایید بگذارن، و این نسخه نهایی در زمان عثمان شد. نوشتن که یکی از کسانی که اتفاقا مدعی بود، البته عثمان یک معیار گذاشته بود، گفته بود که اگر کسی مدعی تازه شد، من یه سوره ای دارم، یه آیه ای دارم که تو قرآن نیست، اینو باید در این قرآن بگنجانید، این باید دو تا شاهد بیاره، که دو تا شاهد عادل بیان شهادت بدن که بله، این جمله ای که ایشون مدعی که از پیغمبر شنیده، این آیه یا این سوره شنیده، این درست میگفته. یعنی دو تا شاهد. رفتن رو مقاله، رو روال عقلایی و متعارف و عادی بشری دیگه، چاره جز این نبوده که. خب این کار کردن. یکی از کسانی که اتفاقا ادعا کرد که من سوره یه آیه از قرآن دارم که تو قرآن نیمده، خود خلیفه عمر بود که به اصطلاح این البته مربوط به زمان به اصطلاح ابوبکر که ظاهرا در اون زمان هم این چنین ادعایی وجود داشته، که اون زید بن ثابت و اون گروه نپذیرفتن. اون آیه هم آیه رجم بود که گفته بود که بله، که نمیدونم از شیخ و شیخه نمیدونم چی زمانی که مرتکب زنا شدن رجمشون بکنید، و اون دوست شاهد نتونست بیاره عمر و نپذیرفتن.
چون به نظر میاد که زمان عمر هم زمان ابوبکر هم این مسئله وجود داشته، برای اینکه زمان عثمان که دیگه اصطلاح عمری وجود نداشته. بنابراین این روایت مربوط به اون زمانه. میخوام این عرض بکنم که بعد از پیغمبر کلن مدعیان پاره های از قرآن که در قرآن نیامده هم وجود داشته. اینو میبایست که یا زمان ابوبکر یا زمان عثمان میبایست تکلیفش رو تعیین میکردن. بنابراین نیاز به یک نسخه نهایی بوده، نیاز به یک ویرایش نهایی بوده که بگن خیلی خوب آقا ما اون چه که اجماع داریم اینه. نکته آخری که اضافه بکنم اینه که میدونید تمام قرآن شناسان روی نکته تاکید کردن، اون چه که در اونایی که هم که به تحریف قرآن اعتقاد ندارن معتقدن که این قرآن دخل و تصرفی درش نشده، چیزی اضافه نشده، گفتم تحریف به زیاده نشده، اما اینکه چیزی از او کم شده یا نشده، شیعه معتقده که آیات مربوط به اهل بیت و امام علی اینا ازش افتاده، که خب اینو گفتم این دلایل عقلی و نقلی فراوان اصلا غیر قابل قبوله و خیلی هم روش بحث کردن، استدلال کردن علمای شیعه، عرض کنم خب اینو ردش کردن. اما بعضی ها ادعا کردن، من نمیدونم درست یا نادرسته، نیاز به تحقیق بیشتر داره، بعضی ها ادعا کردن که بعضی از سوره های قرآن در زمان پیامبر آیاتی که بر محمد نازل شده یا سوره های آیات قرآن، اونها به هر دلیلی در قرآن نیامده، به هر دلیلی، حالا یا زمان پیغمبر خود ایشون صلاح ندونسته اون رو در قرآن بگنجانه، یا بعد از پیغمبر صحابه مثلا صلاح ندونستن در قرآن بگنجانن، نمیدونیم، یا مورد اعتماد اگر مربوط بعد از پیغمبر باشه مثل اون ادعایی که عمر کرد ممکنه که بگیم که بله مثلا دو تا شاهد کسی نداشته یا اجماعی روی اون وجود نداشته یا رویش مناقشه وجود داشته، به هر دلیلی بخشی از اون چی که بر محمد وحی شده در قرآن موجود وجود نداره. این رو بعضی از مورخین بعضی اینا گفتن. در اصل میخوام بگم که انواع و اقسام مناقشات بعد از پیغمبر در ارتباط با سندیت قرآن یا کم زیاد بودن قرآن مطرح شد. میبایست که صحابه عملا میبایست که یک ویرایش نهایی راه میدادن تا تکلیف نهایی روشن بشه، که بعد از اون دیگه همه از کنم روی همین قرآن اجماع بکنن و به همین دلیل عثمان اون قرآن ها رو سوزون. به همون جور که اشاره کردم با وجود این بعد از قرآن و عثمان قرن اول دوم تا قرن سوم هم نمونه های تاریخی که ما داریم میبینیم در جاهای مختلف در بلاد مختلف اسلامی مصاحف مختلف بوده، متفاوت بوده. همون 4-5 تا کتابی که گفتم در اونجا مثلا قرن دوم تا قرن سوم نوشتن که مثلا مصحف حجاز و شام و عراق و ری و کجا اینا اختلافاتشون روی چیه، آمدن روی اختلافات رو بحث کردن، اختلافات رو آوردن، ولی خب به تدریج دیگه اون اختلاف ها رفت کنار دیگه، از شاید از قرن 4 و 5 به بعد قرآن عرض کنم نهایی شد و تازه میدونید که همین الازهر نمیدونم حالا الان همین زمان خودمون فکر نمی کنم 70-80 سال بیشتر شده باشه، الان این رو حافظه ای من دیگه خیلی ضعیفه دقیق بیاد نمیرم چه سالی، همین قرن خودمونه که یک نسخه نهایی رو با همه این حرفا نسخه نهایی رو الازهر تعریف کرد با یک رسم الخط مشخص که معروف شده به رسم الخط عثمانی و این رو به عنوان یک قرآن اجماعی مسلمانان در دنیا مطرح کردن و الان تمام مسلمانان شیعه و سنی نمیدونم هر فرقه اسلامی الان به اون قرآن نهایی که از تغییراتی درش داده نشده ولی از رسم الخط و از بعضی از ویژگی ها قرآنی که الازهر در نهایت معرفی کرد اون قرآن الان معیار هست، یعنی قرآن معیار اون قرآنه، یعنی این نشون میده که تا 200-300 سال پیش هم احتمال داشت که الان قرآن از جهات مختلفی یا رسم الخطش یا بعضی از کلماتش بعضی از نمیدونم کتابت هاش ممکنه که مسیطر رو مثلا با صاد نوشتن با سن نوشتن، اینا یه چیزایی هست که همیشه مورد محل اختلاف بوده دیگه. و این شیعیانی هم که مدعی شدن که عرض کنم که قرآن تحریف شده، جالب اینه که آقای سید حسین مدرسی طباطبایی که معرف حضور دوستان باید باشه در کشور شما هست و استاد است و روحانی و عالم دینی منتخب دانشگاهی و آکادمیک هست فکر میکنم در هاروارد یاد سدفورده سال هاست که اونجا استاده و خب یک آکادمیسیان واقعا، یعنی از معدود روحانیونی است که با معیارهای امروز علمی بحث میکنه. سالها پیش ایشون راجع به یک مقاله خیلی خوبی در نشریه 7 آسمان در قرآن در ایران ازش منتشر شد
و در اونجا بحث جالبی داره راجع به مسئله تحریف قرآن، گزارشی داره بهش میگه، یه نکته مهم اشاره میکنه و میگه که اتفاقا علمای شیعه یا شیعیان قرن سوم چهارم مسئله تحریف قرآن رو تحت تاثیر اهل سنت بودن، برای اینکه اهل سنت در منابع روایشون اختلافاتی که بین مصحف ابن مسعود و عبید ابن کعب و ابو موسی اشعری و دیگران اینا رو مطرح کرده بودن، یه عده‌ای از علمای شیعه از همین روایات اهل سنت استفاده کردن، متچیدی برش اضافه کردن، گفتن بله نمیدونم روایاتی که درباره علی بوده و جانشینی علی بوده اینا حذف شده، یعنی اینو خودشون اضافه کردن. وگرنه چون اهل سنت میدونید امروزی که تنهایی که به شیعه میزنن میگن شما قرآنتون با ما فرق میکنه، شما به تحریف قرآن معتقدید، ایشون اتفاقا توپ رو انداخته تو زمین اهل سنت، میگه نه ما که قبول نداریم که به اصطلاح قرآن تحریف شده باشه، ما ردش میکنیم. حرفای میرزا حسین نوری و کلینی و اینها که معتقدن که قرآن یه چیزایی ازش کم شده ما قبول نداریم، ولی از قضا اونها تحت تاثیر روایات شما قرار گرفتن. این حرفها یا به قول تعبیر عامیانه خودمون تخم الله قبر شما کاشتید. منتها بعضی از علمای شیعه بعضی شیعیان هم اومدن از اون بول گرفتن طبق عقیده خودشون. این رو آقای مدرسی طباطبایی میگه توی اون مقاله‌ای که راجع به تحریف قرآن داره که میگم در مجله هفت آسمان در قم سالها پیش منتشر شده. باز اصراحی میکنم از اینکه یه خورده صحبت و پاسخ طولانی شد. خواهش میکنم، متشکرم برای توضیحات. نفر بعدی بفرمایید. سلام عرض میکنم، خیلی ممنون از صحبتتون، خیلی خوب بود این چند تا منبعی که اشاره کردین که یه جورایی دلگرم کننده است که چنین چیزی وجود داره. من سوالی که دارم اینه که اون کسایی که حالا پس به این قرآن سریانی رو مورد اشاره قرار میدن یا کلا این که این قرآن چیز نیست، یعنی در واقع از مسلمانات شروع نشده بوده و اینا، خب اونا احتمالاً یه مدارکی چیزایی دارن، میخواستم شما اونا رو هم مطالعه کنی، یعنی اونا هم مثلا فرض کنین یه قرآنی دارن که نشون بده مثلا این از اونجاست و این همونه، یا اصلا از کجا خب میاد. اگه شما این دلایلی که گفتین خب خیلی قویه، میخوام ببینم اونا چی نشون چی هست. برا تا اونجایی که من اطلاع یافتم، ما مثلا الان میگیم آقا قرآن توبینگن داریم، قرآن صنعا داریم، قرآن برمنگام داریم، قرآن نمیدونم کجا داریم، خب یه چیزایی استناد میکنیم دیگه. این استناد هم استناد منابع اسلامی که نیست که بگن که بله شما مسلمان از خودتون در آوردید، نه ما این اصلا منابع رو قبول نداریم. این منابع باستان‌شناسی قرآن غربی هاست، این قرآن فرانسوا دروش که اینجا برای معرفی کردم که آخرین قرآن شناسی غربی در ارتباط با قرآنه، این که مربوط به نمیدونم طبری و یعقوبی و قرآن شناسان اسلامی که نیست، یا نولکه که اینا نیست. تا اونجایی که من متوجه شدم اونها هیچ قرآنی رو نشون ندادن که این قرآن مثلا یک متن مقدسه، مثلا یک انجیل خاص طبق اون ادعایی که میکنن، یعنی این قرآن یا متن انجیلی خاصی بوده برای یک فرقه خاص مسیحی مثلا در سوریه فعلی که در رقابت با بیزانس با فرقای دیگر اهل مسیحیت مثلا اختلاف داشتن و این مربوط به اونا بوده. من تا الان نسخه اثباتی در این باره ندیدم، این صرفا ادعاست تا این لحظه. حالا بعد از این نمیدونم ببینم نبینم یا تحقیق بکنم در این زمینه، نمیدونم ممکنه که بعدها به ادله برخورد کنم یا به اسنادی برخورد کنم. تا این لحظه که خدمتتون هستم نه، من باید بگم که هیچ دلیل و سندی اونها ارائه ندادن، صرفا ادعاست. خیلی متشکر. نفر بعد بفرمایید. با سلام و تشکر خدمت استاد عزیز، بسیار لذت بردیم و خیلی سوالای منو شما جواب دادید. این ببخشید، این قرآنی که در موزه ها هستش و میگن این قرآن به خط کوفی حضرت علیه، من در یکی دوتا از موزه ها دیدم اینو، یادم دقیقا نمیاد در کدوم موزه. آیا این همون قرآنی هست که مصحف حضرت علیه؟ این درباره این همین قرآن صحبت میکنن و آیا اصلا چیزی به اسم خط کوفی وجود داره؟ بعد خوانشش عربیه، چجوریه این گفتار؟ والا تا اونجایی که من توی این منابعی که در اختیار من بوده دیدم،
همونجور که اشاره کردم، اینکه مصحفی به نام علی وجود داشته یا علی مدعی مصحفی دارد قطعی است، یعنی در این زمینه قطعی به نظر میرسه و طبیعی هم هست. همونجوری گفتم، برای اینکه اختصاص به حضرت علی هم نداشته، مصحف حفصه بوده، من عایشه هم بوده، نمیدونم دیگر صحابه، هر کدوم برای خودشون یک نسخه ای از قرآن که زمان پیامبر، بخصوص علی هم که کاتب وحی بوده، یعنی علی که نزدیکتر از همه بوده، این اندازش مسلم به نظر میاد. اما بقیهش دیگه همه حرف حدیثه. الان قرآن هایی که در مورد به علی نسبت داده میشه، من الان مسلم متاسفانه حضور ذهن ندارم، در نوشته های من هست، عرض کنم که شاید مثلا از قرن چهارم کسانی ادعا کردن که ما اون رو دیده ایم، که اگر اشتباه نکنم اولین کسی هم که ادعا کرده من اون رو دیدم ابن ندیمه، که اگر اشتباه نکنم باز قرن چهارمه یا پنجمه، که ابن ندیم معروف که فهرست نوشت هست، و او گفته من خودم گفته که من این قرآن رو در کتابخانه فلانجا دیدم. اولین کسی که ظاهرا ادعا کرده اونه. بقیه از اینها هیچ مشخص نیست. قرن ششم، هفتم، هشتم، مثلا ابن عنبه که یکی از مورخان اتفاقا شیعه هم هست و در کتاب چیچی آل ابی طالب هست، نسب آل ابی طالب، انصاب آل ابی طالب، مال قرن نهمه، که او میگه که من نسخه به خط علی ابن ابی طالب رو در کتابخانه فلان در بغداد دیدم، ولی بعداً در آتش سوزی از بین رفت، هیچ دیگه رد پای ازش نیست. یه شخص دیگری نمیدونم حالا قبل از اونه یا بعد از اونه، ببخشید این حافظه ضعیف منه که تاریخ ها رو دقیق الان بیاد نمیارم، یکی دیگر هم باز گفته که در فلان کتابخانه در فلان جا یک نسخه به خط علی ابن ابی طالب بوده، ولی بعد تو آتش سوزی از بین رفت. اینا مشکوکه. یعنی اگر واقعا منصفانه و عادلانه بخوایم قضاوت بکنیم، به هیچ یک از اینا نمیشود استناد کرد. در آستان قدس رضوی کتابی وجود داره، قرآن وجود داره، میگن به خط علی ابن ابی طالبه، یا قرآن وجود داره میگن به خط حسن ابن علی است، قرآن وجود داره به نام حسین ابن علی است، اینا گفته شده. ولی تا اونجا که من دیدم، مثلا نسخه مال علی ابن ابی طالب برمیگردد به زمان شاه عباس، که یک نسخه ای رو یک کسی هدیه داده به شاه عباس، شاه عباس هم اون نسخه رو تقدیم به اصطلاح تقدیم کرده به کتابخانه آستان قدس، آستان قدس رضوی، یعنی برمیگرده به 500 سال پیش، که بعد اون آخرش نوشته که نمیدونم کتبه هو علی ابن ابی طالب. و اینجور نسخه ها تقریبا فراوانه، چه در ایران و چه در خارج از ایران، در عراق اینها فراوانه، ولی عمده ترین اینها برمیگردد به همین 400-500 سال اخیر. و به هر حال این حرف من الان حرف جامعی نیست، باید تحقیق بیشتری بشه و من همه اون چیزایی دارم که قبلا دیدم الان دقیقا به یاد نمیآورم، ولی اینکه این قرآن به خط کوفی بوده یا خط حجازی بوده دقیقا مشخص نیست. بعضی از این قرآن ها به خط کوفیه، همین قرآن هایی که فرانسوا دروش هم اینجا آورده، همه اینا رو مشخص کرده که ظاهرا قدیمی ترینش خط حجازی بوده، ولی بعدا هم خط کوفی هم هست. یعنی اصولا خطوطی که یا چه در نامهای پیامبر یا خلفا یا دیگران، اسنادی که از قرن اول باقی مونده، از قرآن و غیر قرآن باقی مونده، عمدتا خط کوفیه و در این حال بعضی از اینها خط حجازی هم بوده. بعضی دو هم خط حجازی دارن، هم خط نسخه هایی که دروش هم اینجا آورده هست. ولی به هر حال اون چه که نسخه ای که به نام علی ابن ابی طالب معروفه در جاهای مختلفی وجود داره، اینها بعید میدونم که به جلوتر از مثلا 500 سال 600 سال قبل برگرده. در گذشته ادعا شده، ولی گفته شده تو کتابخانه مثلا من دیدم شخصا، اما بعدا تو آتش سوزی از بین رفت. حالا چقدر آدم میتونه به حرف اون شخص اعتماد بکنه نکنه نمیدونم، ولی به هر حال یه چنین ادعایی شده. ببخشید میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟ از بنده اشکال نداره، از نظر دبیر بپرسم. مربوط به همین، چون دو تا از دوستانم اول سوال کردن رفتن تو نوبت، میخوان شما بعد از اگه آقای اشکیوری خسته نشدن شما هم بتونید نفر سوم، اشکال نداره که قانون رو به هم نزنیم. ببخشید، خواهش میکنم. پس همه یک سوال فقط میتونن بکنن؟ نه، شما دوباره دستتون بلند کنین. بعد از دو دوست دیگه ای که اول سوال کردن الان دوباره دست بلند کردن، شما دوباره سوالتون رو بکنین. سپاسگزارم. خواهش میکنم. ببخشید. خواهش میکنم.
نفر بعد بفرمایید. خیلی ممنون، ببخشید من دوباره یه سوالی داشتم. در ارتباط همون سوالی که من کردم، همیشه در مورد آیات قرآن که اینجوری در یک سوره آیات متفاوت از مکی و مدنی و با موضوعات متفاوت کنار هم چینده شده، همیشه برای من این مشکل بوده که چرا این آیات اینجوری در و این ترتیب رو داره. بر اساس اون نظری که قاطبه مسلمون‌ها دارن که این مصحف و این مصحف عثمانی در واقع اون موقع درست شده، نه بر اساس نظر بعضی شیعیان که میگن همه چیز همون جوری بوده که زمان پیامبر خودش تصمیم گرفته، این قاطبه مسلمون‌ها چه جوری اومدن و در تاریخ دارن توضیح میدن که این آیات چه جوری این ترتیب و تصمیم گرفته شده مثلا در زمان عثمان که اینجوری کنار هم قرار بگیره؟ یعنی اگر مثلا یه استخونی از یه جایی آوردن، یه پوستی یه جایی نوشته شده بوده، حالا آیات مختلف بوده، کی تصمیم گرفته که اینا به این شکل پشت هم قرار بگیره؟ مرسی. خواهش میکنم اگر بخوام که صادقانه و سریع به شما جواب بدم، من خودم تا حالا در جایی برخورد نکردم که یا حافظم یاری نمیکنه جایی دیده باشم که در این باره توضیح داده باشن که معیار اونها چی بوده. قدر مسلم اینه که حالا از پیامبر اگر بگذریم، بگیم که اینا رو مسلمان‌ها زمان ابوبکر به بعد تا زمان عثمان این تنظیم و این تدوین رو انجام دادن، خب طبعا یک معیاری برای خودشون داشتن دیگه. الان اونجور که شما هم میبینید، بنده هم میبینم، هیچ نظمی وجود نداره، مگر اینکه بگیم یک نظم پنهانی، یک نظم پریشانی به قول حافظ وجود داره، یه نخ تصویری که همه اینا رو به یک نوعی به هم رفت میده. اما اینکه اونا به چه معیاری مثلا آیه مربوط به قیامت رو با آیه وضو کنار هم دیگه گذاشتن، از ما مثال میگم، یا بعد از اون نمیدونم مربوط طلاق میاد، بعد از اون راجبه نمیدونم یک موضوع اقتصادی میاد یا زکات میاد، به چه دلیل اینا رو کنار هم دیگه گذاشتن؟ چه نسبتی به اینا وجود داشته؟ اصلا اعتقاد به نسبت وجود داشته یا نه؟ اونچه که عقلیه، یعنی به عقل، حکم عقل میشه باید گفت، به دلیل اینکه اونهایی هم که این کار رو انجام دادن آدم های عاقلی بودن، قطعا یک معیاری داشتن دیگه، یعنی به لحاظ عقلی میشه باید اینجور نتیجه گیری کرد. اما اون معیار چی بوده؟ من نمیدونم، من جایی برخورد نکردم که اونا با چی معیاری اینا رو کوتاه بلندی رو میشه. خب یه منطقی داره، از غیر از سوره فاتحه کتاب به عنوان مقدمه قرار دادن، بعدم سوره بقره که طولانی ترینه، بعدم بدون سوره فلان فلان فلان، همجور رسیدم سوره های مکی و قرآنی، و از قضا اون نظم منطقی غیر از این به اصطلاح نظم کوتاه بلند بودن قرآن، نظم منطقی همون نظم ترتیب نزول قرآن بود که مرحوم مهندس بازرگان در ایران این اواخر تلاش کرده بود که، چون معتقد به سلام میگه اگه قرآن رو بخوایم درست بفهمیم باید بر اساس ترتیب نزول بفهمیم. این اواخر یک بحثی رو در انجمن اسلامی مهندسین در تهران داشت چند سال قبل از فوتش به نام پا به پای وحی، که من در ایران بودم یه جلدش رو دیده بودم که منتشر شده بود، ولی اخیرا در یه جایی دیدم که دو جلد از اون پا به پای وحی ایشان منتشر شده. در صورت ایشون معتقد بود که باید از همون نخستین آیه‌ای که نازل شده، اقرا بسم ربک الذی خلق، که مشهوره که در حرا و پیامبر نازل شده، از اونجا باید شروع کنیم تا آخرین آیاتی که قبل از فوت پیامبر بر اون نازل شده است. که من فکر میکنم که اگر امروز ما بخوایم قرآن رو دقیق‌تر درست‌تر بفهمیم، همون پا به پا و پا به پای وحی نظریه مرحوم مهندس بازرگانه، یعنی بیام اینا رو به ترتیب نگاه کنیم و میبینیم که هر، چون یک اصلی ما در تفسیر قرآن داریم به نام اسباب و نزول دیگه، هر یک از این آیات شأن نزول دارن، به یک دلائلی نازل شدن، به یک برای پاسخ یک پرسشی وجود داشته، همینجوری گفته‌ای که نازل نشده از جانب خداوند. که به همین دلیل آیات مکی الان مثلا تو فضای مکه هست، آیات مدنی آیات فضای مدنی هست، حکومت هست، دولت هست، اقتصاد هست، جنگ هست، صلح هست، نمیدونم قوانین و مقررات حدود و دیات، همه اینا تو مدینه هست دیگه، به خاطر که پیامبر حکومت داره، به تناسب اون، به تناسب نیازها و پرسش‌های زمانه هست که اینا مطرح میشه.
خب اگر اینجوری بخوایم بفهمیم قرآن رو تو در بستر واقعیت‌های زمان بهتر می‌فهمیم، در بستر شأن نزول بهتر می‌فهمیم. این منطقی تر اینشه. ای کاش اینجوری تنظیم می‌شد، ولی این نشده. ظاهر قضیه اینه که ترتیب نزول بوده از اون زمین، این ترتیب بخش طولانی کوتاه بلند بوده، اما که در همین در درون همین این آیات چگونه بوده مشخص نیست و حداقل من تاکنون پاسخی برایش پیدا نکردم. و همینطور شماره این آیات که الان قرآن های همین دروشینا نشون داده اینا شماره دارن، متأ شماره هاشون با هم دیگه متفاوته، برای اینکه بعضی مثلا از توی بعضی از نسخ بعضی از قرائت ها یک آیه ممکنه که دو آیه یک آیه شده باشه، بخشی از یک آیه به بخش قبلی چسبیده باشه. این جور چیزها در اختلاف این نسخ مختلف قرن سوم چهارم و یا حتی قرن عصر اموی هم دیده میشه، ولی اجمالا اکثریت این شماره ها و سوره ها و امثال اینها همون چیزایی است که الان تو این قرآن های موجود هست. به هر حال پاسخ شما از نظر من خیلی دقیق الان روشن نیست که چرا با چه معیاری اونها اینا رو جای رو اینجا گذاشتن. خیلی متشکرم. ما دو تا سوال دیگه هم دارم، میدونم خسته شدین ولی ببخشید. بفرمایید خانم. خیلی متشکرم. ببخشید من این سوال داشتم راجع به همین نقاطی که مش مطرح کردین که مفهوم نیست و اینا، که خب منم کاملا قبول دارم، بعد من نفهمیدم آخرش به چه نتیجه ای رسیدین که مثلا میگفتین یه سری قرآن قرآنی که پیدا شده نقطه داشته. من خب اینا همش تناقض دیگه، یعنی آخر من نفهمیدم چه نتیجه ای میخواین بگیرین. این که خب اگر واقعا اونایی که ادعا میکنن قرآنای اولیه نقطه نداشته، خب آیا اشتباه میکنن؟ آیا دلیلی دارن این قرآن اینجوری بوده؟ حالا اونی که پیدا کردین که اینطوری نبوده تناقض میشه با اون؟ و میخواستم ببینم اگه واقعا نقطه نداشته که خب پس مفهوماشو اینا رو شما چه شکلی توجیه میکنین، و اگه نقطه به نظرتون داشته اونایی که میگن نقطه نداشته اونا از کجا میگن و این تناقض چه شکلی میشه برطرف کرد؟ مرسی. والا من در این کتابایی که من دیدم در تاریخ قرآن، عموما از قدیم تا حالا گفتن نسخه ها نسخه های اول خط عربی اصولا در قرن اول هنوز نقطه نداشته، کامل نبوده. این که اونا به چی استناد میکنن در گذشته میدونید، تا همین 45 سال اخیر که باستان شناسی قرآن و نسخه شناسی قرآن به سبک علمی امروز خیلی مورد توجه قرار نگرفته، که همینجوری سینه به سینه نقل میشده، نمیدونم این از اون نقل کرده اون از اون نقل کرده، شهرت دیگه چیزی که شهرت پیدا میکنه اینجوری گفته میشه. حالا اونایی که اون زمان گفتن طبق دیدگاه من، یعنی چی که من الان میفهمم، من نمیدونم چقدر درسته نه درسته، حدس میزنم، حدس غریبی یقین میزنم که در گذشته بیشتر نقلی بوده یا به جای اینکه نسخه شناسی کنن نسخه ها رو ببینن. ولی احیانا ممکنه بعضی از نسخه هایی که در یه جایی وجود داشته نسخه مثلا نقطه نداشته، اینا نتیجه گرفتن خط عربی نسخه مثلا نقطه نداشته، منقوط نبوده، یا نقطه ها آشکار نبوده. من بعضی از نسخه ها رو تصویر عکس اینا رو دیدم که نگاه میکنم، اصلا چیزشون نقطه هاشون خیلی آشکار نیست، آدم یه بردا باید دقت کنه، بزرگترش کنه، نمیدونم که برجسته ترش کنه تا مثلا نقطه ها رو مثلا ببینه. یکی از همینجا اشاره میکنم بد نیست، یکی از این نویسندگان متأخر مسیحی به نام الاب یوحنا اسکندر که یک کشیش مسیحی لبنانی هست، یک کتابی داره به نام النبی و ترحب که من متن عربیش اینجا دارم، النبی و ترحب که فارسیش کنیم به معنی پیامبر و رهبانیت، که ایشون چون یک کشیش مسیحی است و اهل تساهل و مدارا هم هست، در این کتاب سعی کرده که بگه که اصلا اسلام اول یک مسیحی بوده یا شبه مسیحی بوده، محمد اول مسیحی بوده، قرآن هم از اول گرایش مسیحی درش قوی بوده. بعد یه تعداد از نسخه های قرآن رو از قرن نمیدونم اول دوم اینها آورده اینجا که فاصله، یکی از دلایلی که شون آورده که قرآن از اول به اصطلاح درش گرایش مسیحی، نمیگه حتما مسیحی بوده ها، نمیگه محمد تا آخر بعد از بعثت هم مسیحی بوده، ولی میگه گرایش مسیحی درش بوده، قبل از نبوتش هم مسیحی بوده، اون نبوت محمد هم تصریح میکنه، میگه پیامبر خودش نبی بوده. اما در این حال برای اینکه بین شیعه مثل مسلمان‌ها و مسیحیت وحدت ایجاد بکنه،
دیگه که پیامبر اسلام قبل از اون مسیحی بوده، قبل از بعثتش، و بعدم گرایش شدید مسیحی داشته. از جمله قرآن رو نسخه‌ای آورده، فاصله دو تا آیه رو، فاصله آیات قرآن رو به جای شماره علامت صلیب گذاشته. نسخه هم آورده گفته که اینا در کجا هستن. که من هنوز در این زمینه از بعضی از افراد اهل نظر پرسیدم که این نسخه چقدر معتبره، چقدر معتبر نیست، چجوری، هنوز به نتیجه نرسیدم. دارم در این باره یکم جستجو میکنم. که اونم برجسته کرده، اون برجستگی ها بعضی چیزاش واقعا مشخص نیست که واقعا صلیب باشه. ولی بعضی از این فاصله دو تا آیه به طور آشکاری به نظر میاد که صلیبه. خب اگر واقعا این ثابت بشود که اون قرآن های قرن اول و دوم فاصله دو تا آیه رو به جای اینکه شماره بگذارن صلیب گذاشتن، خب خیلی چیزا رو دیدگاه رو عوض میکنه، خیلی تغییرات مثلا در دیدگاه ما میتونه ایجاد بکنه. توجه میکنید؟ هنوز اینا تحقیق دیگه، بالاخره علم است و علمم که هیچ وقتی پایانی نداره در این زمینه. که نه، من فقط خواستم بگم که این دیدگاه وجود داره، اون دیدگاه وجود داره. من خودم تا چند سال قبلم همون دیدگاه مشهور قبول داشتم، ولی الان بعضی از مدارک و اسنادی که وجود آمده به خصوص تو باستان شناسی عربستان وجود آمده، واسه یکی از کتیبه های معروف زهیره، که اصلا کتیبه خیلی چیزا رو به هم ریخت. یک کتیبه پیدا شده معروف شده به کتیبه زهیر، که سال وفات عمر رو بر یک کتیبه نوشتن، سال 24 به اصطلاح جبته نگفته هجری و نمیدونم این، فقط نمیشه سال 24 وفات عمر، حتی عمر بن خطاب هم نیورده. تمام نسخه شناسان میگن که این سال در گذشت عمره، چون اگر یک عمر عادی بود که براش کتیبه درست نمیکردن. خب یه شخصیت مهم نیست دیگه. خب این کتیبه زهیر اونقدر مهمه، الان نسخه اصلیش هم در ساچیت هست، موزه پاریس هست یا در یونسکو این نسخه رو به اصطلاح داره. برحال علم است و تحقیق داره جلو میره دیگه. من خودم اینا رو که میبینم که نه، به اصطلاح هم به لحاظ سندی میبینم که در اون زمان اینا نقطه داشته، و بعدش هم جدای از این قضیه همونجوری که استدلال کردم به لحاظ عقلی اصلا یه خطی، خط عربی فارسی اگر نقطه نداشته باشه قابل خوندن نیست. آخه به درد چی میخورده؟ اون زمان میگه پیامبر اسلام نامه نوشت به این و اون، یا علی نامه نوشت نمیدونم به فلان، یا خطبه های نهج البلاغه، یا روایاتی که اون زمان از پیامبر نقل شده، بالاخره این عربا با هم حرف میزدن یا نه؟ این مسلمان ها با هم حرف میزدن یا نه؟ تجارت میکردن یا نه؟ خب چجوری حرف میزدن؟ وقتی میگه الذین رو چجوری میفهمیدن؟ وقتی میگفت ذالک الکتاب لا ریب فیه، این ذالک الکتاب رو چجوری میفهمیدن؟ بدون نقطه که قابل فهم، قابل خوندن نیست. بنابراین من به دلایل عقلی هم میگم که حتما نقطه داشته. حالا اونایی که چنین اعتقادی داشتن، باور داشتن، تا اونجایی که من میفهمم بیشتر به دلیل شهرت این نظر بوده، یعنی باستان شناسی جدی صورت نگرفته بوده. اگر بنا بشه دو تا نظر ما در کنار هم دیگه بگذاریم، مقایسه کنیم، یکی رو ترجیح بدیم، من این به اصطلاح باستان شناسی اخیر رو ترجیح میدم. تشکر. آخرین سوال بفرمایید. تشکر دوباره. ببخشید، شما از یک محقق اروپایی یا آمریکایی آن بردین، اسمش بود گلسیر یا این یه شخص دیگه، من نتونستم این اسمو بنویسم. بله، نه، گولد زیهر. حالا البته اسم کامل نداره، چون میدونید این جاهای اسمهای هم که گاهی از ما طولانی تر هم گاهی اسمشون هست. این یه کتابی داره که به فارسی هم ترجمه شده در دو جلد، اسمش هم بشه یادم میره، نمیدونم در شناخت اسلام یا نمیدونم، به هر حال یکی از محققانی هست که پایه‌گذار خیلی از این اسلام‌شناسی جدید اروپایی شده. نه این آمریکایی نیست، دانمارکی، نروژی، مال اونجاست. این همونه که میگه حدیثم خیلی کمه، این همون شخصیه که میگه احادیث از پیغمبر فقط 17 تا باقی مونده، یا این یک دیگه است، یک شخص دیگری است؟ این که تو منابع اسلامی هم هست، میگن توی قرن دوم ابو حنیفه هم 14 یا 17 روایت از پیغمبر قبول داشته. ایشون آمده روی حدیث کار کرده، روی تاریخ اسلام کار کرده. بله، همون گلسیره. بله، گولد. بله. هر. و سرچ کنید میتونید که تو ویکی‌پدیا جای دیگه خیلی بله بله. همش میاد. بله. این قرآن صنعا که فرمودین، این همون 114 سوره رو از توش در آوردن، گفتین آلمانی‌ها دارن تحقیق میکنن. بله
من در یک نوشته ترجمه شده از یکی از محققینی که روی در برلین روی قرآن صنعا دارن کار میکنن، به استناد ترجمه اون شخص توی کتاب من همین جلد دوم جستارها هم متن نوشته را آوردم که اون در اونجا نوشته، اون محقق آلمانی میگه که از مجموعه این قرآنهای پراکنده مسجد صنعا 114 سوره به اصطلاح در مجموع به دست میاد، یعنی قرآن کامل در اون وجود داره. سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکر از شما استاد گرامی. فقط خانم ها بودن یا خانم ها رکورد شکستن؟ نه آقایون هم بودن، آقایون فکر کنم گوش میدادن به نکته سنجی خانم ها. حالا من سوال ندارم، شما فقط یه جا فرمودین که اونایی که به تحریف قرآن معتقدن هیچ کدوم نمیگن که چیزی اضافه شده به قرآن، همه معتقدن یه چیزی حذف شده و از قرآن انداخته شده، ولی تو این صد فکر کنم همین 80 سال 100 سال اخیر کسایی که طرفدارای رشاد خلیفه هستن اینها درست برعکس معتقدن که چیزی آیه های اضافه شده به قرآن و فکر کنم یکی دو تا آیه از قرآن رو حذف میکنن که بتونن اون نظم عدد 19 رو نگه دارن. دیگه تحریف نوع دومم به این شکل مطرح میشه از طرف کسانی که طرفدار رشاد خلیفه. این نظر دیگه یه نظر شاذیه، ببینید یه نظر خیلی مشهوری نیست. رشاد خلیفه که بر اساس همون چیزهای ریاضی خودش اومد همون مذهب نو رو درست کرد و آخرش هم مثلا بعد وقتی که دید که چند تا آیه هست که نمیخونه با اون معیارش، گفت اینو بعدن اضافه کردم. هیچ دلیلی وجود نداره، نه دلیل عقلی وجود داره نه دلیل نقلی وجود داره. به چه دلیل شما حالا چون با متر و معیار شما سازگار نیست میگید اینجوری؟ مرحوم مهندس بازرگان که خیلی علمگرا بود ولی در این حال همیشه تا آخر نظریش این بود دیگه، میگفت که با علم و با ریاضی و با ترمودینامیک و با نمیدونم فیزیک و علم آمار میشود گزارای اسلامی یا قرآنی رو تفسیر کرد، اما اگر در یک جایی یعنی علم و دین رو با هم منطبق میدید، راه انبیا راه بشر که بعد مجاهدین نوشتن، بعد راه طی شده ایشون سال 27 نوشت که گفت راه انبیا راه بشر دو راهه ولی هر دو در نهایت به یک جا میرسن، یعنی علم و دین با هم دیگه تقابل ندارن که هیچی، هر دو آهنگ یک سرزمین رو دارن، هر دو میخوان به یک هدف به یک جا خواهند رسید. در نهایت ایشون میگفت اما اگر برفت در یک جایی دیدیم که مثلا داده های تفسیر ما با تفسیرهای علمی ما با به اصطلاح علم قطعی نمیخونه، من جانب وحی رو میگیرم، یعنی به وحی بیشتر اعتماد میکنم تا مثلا فرض کنید که فلان داده علمی. بله من مثلا ممکنه به این نتیجه برسم که الان بعضی از اراده هایی که به راه تفسیر تحول قرآن بعضی ها گرفتم، من نمیدونم، من چون متخصص نیستم در این زمینه خیلی اظهار نظر نمی کنم، بعضی ها اراده هایی که گرفتن همینه که سیر تحول قرآن و اون منحنی هایی که ایشون رسم کرده 80-90% میکنه جواب بده، ولی یه چند درصدی هم جواب نمیده با یک بنبست های مشکلی همون ایرادی که به رشاد خلیفه هست و وارد نمیشه. حالا خود مهندس بازرگان ظاهرا در زمان خودش اینا گفته نشده، ولی اگرم گفته میشد ایشون واقعا میدید که این دوتا با هم جمع نمیشن، یعنی تناقض ذاتی و بنیادی بینشون وجود داره، پاسخش رو از قبل داده، گفته که اگر واقعا تناقض جدی به وجود بیاد بین علم و دین، من دین رو انتخاب میکنم، من اعتبار به اصالت رو ببرم. حالا رشاد خلیفه برعکس عمل کرد. حالا که شما این رو گفتید یک دیدگاه دیگری رو هم من بگم، یکی از عالمان دین که حالا چون فوت کرده من الان اسمش هم نیارم بهتره، ایشون در دهه 60 من مستقیما ازش نشنیدم، یکی از دوستان ما که اونم از قضا سال گذشته فوت کرد، ایشون برای من یه وقت نقل میکرد که فلان آقا فلان عالم دین گفته که قرآن سرتاسر رحمت الهیه، هر کجا که شما دیدید در قرآن آیه بگیر و ببند و خشم و نمیدونم مجازات وجود داره، بدونید که اینا بعدا اموی ها برای توجیه کار خودشون در قرآن اضافه کردن. ببینید این حرف رو هم اون عالم دینی که الله خدا رحمتش کنه و این راویش اونم خدا رحمتش کنه
برای من نقل کرد و من مستقیم نشنیدم، ولی چون عرض کنم که این راوی که آدم مورد اعتمادی بوده و اصلا تردیدی در وثاقتش ندارم برای من نقل کرد، که بعدم دیدم در بعضی از نوشته های همون عالم دینی هم نه به این صراحت، یه شکل دیگری وجود داشت، ولی ایشون به صراحت به اون گفته بود که امویانی رو اضافه کردن. خب خدا بیامرز، این چه استدلالی رو شما میکنید؟ حالا اگر میخواید اونا رو بپذیری نپذیری رد کنی، یه جور دیگه رد کن، نه اینکه دیگه حالا مثلا شما بگین بعدا اموی ها اضافه کردن. خب برای چه دل اموی ها برای اضافه کردن؟ خب حالا امروز سند ها و باستان شناسی قرآن نشون میده که اینطوری نیست. بنابراین بله، به اضافه هم ممکنه که کسانی گفته باشند، ولی اینا دیگه جز نظریه‌های علمی رایج معقولی به حساب نمیاد. خیلی ممنون. شما پرسیدین که آقایون سوال ندارن، دو تا از آقایون سوال دارن. وقت دارین شما که این دو تا سوال هم بپردازین؟ بله، حالا کوتاه جواب سوال کنم بعد انشاءالله کوتاه جواب بدم. شما خودتون باعث این شدی. آره خودمون کار درست کردیم دیگه. خب آقای محسن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم، خواهش می‌کنم. من تصویر شما رو ندارم. به هر حال من فقط می‌خواستم یعنی اول تشکر کنم از موضوع بسیار عالی و جالبی که شما امروز ارائه فرمودین. من فقط می‌خواستم یه نظر بگم، سوالی به اون معنی ندارم. در مورد این ترتیب آیات قرآن، من خیلی جاها خوندم در منابع مختلف که معمولاً وقتی یه آیه‌ای به حضرت رسول وحی می‌شد، ایشون میگفت که این آیه رو در کجا جاش بدن. یعنی میگفتن که مثلا این آیه باید بره تو سوره نساء، یا مثلا این آیه باید بره بعد از اون آیه. این در مورد ترتیب، چون بعضی از دوستان سوال کرده بودن که آیا این ترتیب این قرآن ساخته دست بشره. اینی که من اینو خوندم، حالا دیگه موثق هستش یا نیست، ولی من خیلی جاهای اینو خوندم که حضرت رسول خودش جای آیات رو معین می‌کرده. در مورد اینی که اشاره شد به اینی که آیات، بعضی از آیات منبع تاریخی دارن، یعنی اینکه یه واقعی اتفاق افتاده بهش میگن شأن نزول، این مسئله از لحاظ اعتقاد به قرآن که یک وحی الهی و یک طرح الهیه یه قدری اشکال داره، چون اگر قرآن یه طرح الهیه که یه برنامه است که برای بشریت ریخته شده، این مسئله اون مشکل مرغ و تخم مرغ رو پیش میاره که کدوم یکیشون اول اومده. من معتقد هستم که قرآن قبلا طراحی شده از طرف خداوند و در نتیجه اعمالی که اتفاق افتاده که آیات اومده، این اعمال هم خداوند منشأش بوده. یعنی یه عملی رو خداوند باعث شده، یه فکر رو مغز کسی انداخته که بیاد یه همچین سوالی رو بکنه که بعد اون آیه رو خداوند به حضرت رسول وحی بکنه. البته همونجور که عرض کردم، این بر اساس ایمانیست که من به این دارم که این کتاب وحی خداونده، بنابراین طراحی بشری توش نیست. حالا بعضیا این رو قبول ندارن و یا اچی همه نظرات محترمه، که بنابراین شأن نزول به نظر من یه عامل گمراه کننده است در مورد قرآن، واسه همین بعضیا استفاده میکنن ازش برای تحقیق قرآن که میگن خب این یه اتفاق اون موقع افتاده، این آیه اومده، بنابراین فقط مال اون موقع است، الان به الان ربطی نداره. همین، من دیگه بیشتر از این فرضی ندارم. خیلی ممنون. شما آخر به یه مطلبی پرداختید که باید در پاسخ شما من یک ساعت صحبت کنم. نه، من به طور کامل با این نظر شما مخالفم و چنین دیدگاهی ندارم. این صرفا یه دیدگاه ایمانیه. با دیدگاه ایمانی هم کارش نمیشه کرد. شما ایمان دارید و همینش من همش هرشم استدلال کنم طبعا شاید بی تأثیر باشه. ولی نه، من وحیانی بودن خداوند رو با به اصطلاح زمینه های تاریخی نزول آیات یا وحی رو با هم مغایر نمی بینم.
این دیگه یه بحث های بنیادی تر و تئوریک تری برمیگرده، رابطه خدا و انسان، رابطه خدا و جهان، رابطه خدا و پیامبر، رابطه خدا و وحی چگونه است؟ آیا همه چیز از قبل؟ بله، در علم الهی همه چیز وجود داره، ولی مگر علم الهی به اصطلاح جبر ایجاد میکنه؟ مگر علم الهی واقعیت ها رو تغییر میدهد؟ و شما میگید نه، خداوند به خاطر اینکه تئوریتون درست در بیاد میگید که خداوند تو دل مثلا عایشه انداخت، مثلا 17 یا 16 آیه قرآن در سوره نور اگه اشتباه نکنم در ارتباط با مسئله افک عایشه است. خب یه اتهام متوجه عایشه شد، اونقدر این شایعه قوی شد که همسرش پیامبرم قبول کرد، نه قبول کرد، تردید کرد، حداقل نسبت به همسرش مشکوک شد، سرسنگین شد، باش حرف نمیزد. عایشه مجبور شد که از خونه بره بیرون، بره خونه باباش. در نهایت 16 تا آیه، 16 یا 17 آیه نازل شد و عایشه رو تبرئه کرد و پیامبر رفت خونه پدرزنش ابوبکر و بشارت داد که خداوند تو رو تبرئه کرده. خب همه اینا صحنه سازیه، خداوند همه اینا رو یک نوع مثلا صحنه سازی کرده، در دل عایشه انداخته یا در دل منافقین انداخته بود که شما بیایید به عایشه اتهام بزنید تا فلان اینجوری بشه، تا من این آیه رو نازل کنم. با چه منطقی اینا سازگاره؟ اینجوری نیست. حالا میگرس کردم، من پاسخ شما رو نمیخوام بدم، ولی به هر حال من میخوام بگم که اینا دوتا با هم دیگه در تضاد و در تعارض نیست و قرآن تحت تاثیر فرهنگ زمانه است. قرآن به زبان بشر، قرآن لسان قوم، قرآن در بستر واقعیت ها، همونجور که تورات، انجیل، نمیدونم همه کتاب های آسمانی در بستر واقعیت ها نازل شدن، در چارچوب واقعیت ها نازل شدن. خداوند یه مشکلی برای پیامبر آمده، بعد اون مشکل با یک آیه حل میکنه. بسیار خب، حالا اون مشکل خود خداوند ایجاد کرد، گفت خدایا راست گویم فتنه است توست، به قول شاعر معروف، خدایا راست گویم فتنه است توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن، لب و دندان ترکان خطا را نمی باید چنین خوب آفریدن. به هر حال اینو به عنوان پاسخ تلقی نکنید، فقط میخوام بگم که شما چون اعلان نظر کردید، منم خواستم بگم نه، من در تعارض نمی بینم و معتقدم که این دوتا با هم دیگه قابل جمع، همونجور نقش خدا در تاریخ، نقش خدا در انسان، نقش خدا در طبیعت، همه این چیزا با علم در تعارض نیست. ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، خب یه قاعده است دیگه، خداوند بر اساس رابطه علت و معلولی در این جهان، این جهان رو داره اداره میکنه. بنابراین این باید انشالله یه وقت دیگری، فرصت دیگری باشه صحبت کنیم. خیلی ممنون، متشکرم. یک سوال هست بکنم، جوابش خیلی کوتاست. آقای فرزان پرسیدن، درود خدمت استاد عزیز، ضمن آرزوی سلامتی برای شما و تشکر از بیانات شیرین و نقد شما، میخوام بگم آیا نقد و نظری از شما بر نظریه قرآن، رویاهای رسولان دکتر سروش مکتوب است؟ بله، من زمانی که ایشون قرآن محمدی رو مطرح کرد، زمانی که من در ایران بودم، اون زمان یک نقد تقریبا مفصل 60 صفحه‌ای نوشتم درباره اون نظریه قبلی ایشون که در مجله چشمانداز ایران چاپ شد و الان نسخه شو من نسخه تایپ شده شو دارم و در همزمان هم نظریه دوست دیگرمون آقای شبستری مطرح شده بود که نظر مشابهی داشت. یه نقدی هم بر نظریه ایشون نوشتم همون 3 سال پیش در مجله آئین در 2 شماره فکر میکنم منتشر شد، ولی در ارتباط با رویاهای رسولان یک متن تقریبا کوتاهی نوشتم بعد از اون مناظره مانندی که بین ایشون و آقای عبدالعلی بازرگان در بی بی سی انجام شد. در اون زمان من یک نقد نوشتم که در سایت زیتون منتشر شد. بله، یک نقد تقریبا کوتاهی، یعنی خیلی طولانی نیست و تنها نقدی که به طور مکتوب نوشتم اونه و بعد از اون دیگه نه، من چیز خاصی ننوشتم، ولی یک مقاله هست. خیلی متشکر، خیلی طولانی شد این جلسه، ولی خب اینقدر مطالب جالب و نو و
از روی تحقیق بسیار شما اینجا مطرح کردین که خب دوستانم سوال زیاد داشتن، مطمئنم که اگه بخوایم ادامه بدیم خیلی هم ادامه پیدا خواهد کرد. خیلی ممنون از وقت شما، زمانی که برای ما میگذارین و انشالله که سلامت باشین و همینطور دوستان عزیزی که در جلسه هستن به امید دیدار برای ماه آینده که میشه ماه ژانویه. ما شما رو دیگه نمیبینیم تا سال نو، انشالله که سال نو سال نوی خوبی باشه براتون و سلامت باشین همیشه. همینطور من هم از دوستان تشکر میکنم، هم امیدوارم که سال آینده سال بهتری برای همه مردم جهان باشه و سال بی کرونا و سال بی ترامپ انشالله سال بهتری.